با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این هشتمین روز از دهمین ماه در پانزدهمین سال از سومین هزار، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس دارم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسانه. همونطوری که عرض کردم دیگه، امیدوارم که دیگه این بعد بگیم تا عادت بشه برای دوستان و بدانن که چه اتفاقی داره میفته. ما تلاشمون به این استش که تیترای برنامه های روز بعد رو، در حقیقت مهمانانی رو که داریم، یه جور به صورت اعلان برنامه روز بعد بنویسیم رو صفحه اول وبسایت قرار بدیم و فکر میکنم که تا اینجا به این نسبه موفق بودیم که این کار رو انجام بدیم و تونستیم که یه جوری از این طریق نظر دوستان رو جلب کنیم که بدانن روز بعد، در حقیقت یا امروز، ما در این لحظه گفتگو میکنیم با آقای حسن اعتمادی و بعد برنامه های بعدی ما جمعه گردی خواهد بود و بعد هم با آقای کوروش عرفانی. بنابراین برنامه ها رو روی صفحه اول قرار میدیم. وقتی وارد وبسایت میان تیوی میشید یه ذره روی این صفحه جا به جا بشید و بالا پایینش بکنید، همه چیز رو خواهید دید. من فکر میکنم که خوبه و بخش مقالات رو علال خصوص اگر روش دقت کنید، تلاش میکنم که مقالات خوبی رو در اونجا انتخاب کنم و قرار بدم، چنان که در بخش آخرین اخبار هم میبینی که تلاش در این است که اون سایت مردم ریپورت دات نت که آخرین خبرها رو کاوه دنبال میکنه این عزیز و روی سایت قرار میده و ویدیوهای مرتبط رو میتونی، خبرها رو از اونجا بگیری، مقالات رو هم اینجا ما دستچین میکنیم برای شما قرار میدیم. میدونی که ما روی سایتمون انتفاعی نداریم، یعنی تبلیغ و آگهی نداره، گوگل اد نداره، فقط این کاریست که تلاش میکنیم که بتونیم تو زمینه روشنگری کمک کنیم، قصد دیگری نیست. ما فقط از طریق حمایت مالی شما نازنینان تأمین میشیم، بنابراین اگر شما هم بتوانید به جمع ما بیایید و ما رو یاری کنید خوشحال خواهیم شد و ممنون میشیم اگر که شما هم بتونید ما رو در حقیقت حمایت مالی بکنید و به جمع این دوستانی که لیستشون در زیر صفحه قرار میگیره شما بپیوندید. اما اجازه بدید که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به آقای حسن اعتمادی، تشکر بکنم از حضورش در برنامه و با طرح پرسش در حقیقت برم خدمت ایشون و بپرسم ببینم که این اوضاع احوال رو به طور عام این آقای اعتمادی ما امروز چه نظری نسبت بهش داره، چجور به این صحنه نگاه میکنه. آقای روحانی روز قبل اعلام کرد که نمیدونم باید با قبل رابطه برقرار کنیم، از این حرفا که این سه تفنگدار، یعنی تیم هاشمی، تیم خاتمی، تیم روحانی میزنن که بعد با قبل تعامل کنیم، راه باز کنیم و بریم از این طریق موفق میشیم، و یه مرتبه خامنه ای میاد میگه نه. این آیا این یه بازیه در حقیقت؟ پلیس خوب پلیس بده و این بن داستانه و بر شاخ و برگ این بن اختلافات هست، چون نمیشه که آدم ها، حتی دو تا برادرم با هم بالاخره اختلاف پیدا میکنن، وقتی سر پول باشه دعواشون میشه، ولی ریشه های پلیس خوب و بد حفظ نظام است یا اینکه در حقیقت نه، یه دعوای استراتژیکه، کدام یکی از این دوتاست؟ بریم پیش آقای اعتمادی سلام بکنیم با این پرسش اول، اگر که برامشون مفهوم بوده باشه سوال من خوشحال میشم که پاسخ ایشون رو بشنوم. آقای اعتمادی من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم مطلب شما رو هم در این زمینه بشنویم. بفرمایید.
درود بر شما جناب بهبانی عزیز و درود به بینندگان عزیز شما. خوشحالم که بار دیگر در خدمتتون هستم. خب عرض کنم که اگر قرار شد که از اینجا شروع کنیم، از موضوع مربوط به این اختلاف نظری که بین دولت آقای روحانی و رهبری حکومت اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای و هر حال سپاه و اصولگرایان با هم دیگه دارن، حقیقتش اینه که همطور که خودتونم اشاره کردید، در دنیای سیاست، در هر جامعه‌ای، در هر کشوری سیاستمداران مختلف وجود داره و طبیعی در ایران هم به همین صورت بشه و این سیاستمداران میتونن در رابطه با نحوه اداره جامعه و مدیریت کشور عقاید گوناگون داشته باشن. مسئله اختلاف نظر اتفاقا در رابطه با حکومت اسلامی ایران از همون ابتدا وجود داشته، یعنی تمام کسانی که در رأس این حکومت قرار گرفته بودن در رابطه با چگونگی اداره کشور با هم اختلاف نظر داشتن، اما در رابطه با مسئله حفظ نظام و حفظ این حکومت مذهبی با هم متحد بودن و هر بارم که هر کدوم از این جناح‌ها بر سر کار بودن تلاششون این بوده که بتونن بر اساس سیاست‌های خودشون اداره امور رو مدیریت کنن و پیش ببرن. البته من لازمه که این توضیحم بدم که درسته که حکومت اسلامی ایران مانند سایر حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی دیگر در سراسر دنیا سیاستمداران متفاوت با برنامه‌ها و عقاید مختلف دارن، اما یه ویژگی هم باید در رابطه با حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی ایران باید اون رو هم در نظر بگیریم و اونه که خب اینها به معنای واقعی تمام اون اصول و بازی‌ها و قراردادهایی که بین سیاستمداران کشورهای پیشرفته وجود داره را هم گاهن رعایت نمی‌کنن و اونم دلیلش باز برمیگرده به نوع ساختار این نظامه. در رأس این نظام بر اساس قانون اساسی که این حکومت داره فردی به نام ولی فقیه نشسته که شما هر اندازم حتی اگر متفاوت با ایشون فکر بکنید و نظر و عقیده و برنامه متفاوتی با ایشون داشته باشید، اما سرانجام باید به فرمان و دستور و سلیقه رهبر تمکین بکنید. در نتیجه شاید بتونیم بگیم که علارغم این اختلافاتی که وجود داره بین این دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، اما همواره همه اینها در شرایط حساس و تعیین کننده و نقطه تعیین کننده، نقطه‌ای که باید دیگه تصمیم نهایی گرفته بشه، معمولا تسلیم رهبر میشن. در 37 سال گذشته اینطوری بوده. اینکه از این به بعد 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه چه اتفاقی بیفته، اون دیگه باز بستگی داره به شرایط و اوضاع سیاسی جامعه، بستگی داره به شرایط و اوضاع مردم که در برابر یک چنین حکومتی چه تصمیمی بگیرن، چه سیاستی رو بخوان پیش ببرن و چه واکنشی در برابر این مشکلاتی که وجود داره از خودشون نشون بدن. شاید بهتر باشه این نکته رو اینجا اضافه کنم و اون اینه که تا زمانی که یک نیروی سیاسی اپوزیسیونل، یک نیروی آلترناتیو، یک نیروی جانشین که خارج از این حکومت باشه، خارج از این نظام باشه، یعنی نه وابسته به جناح اصلاح طلبان حکومتی باشه، نه وابسته به اصطلاح قطب رهبری و بیت رهبری و سپاه پاسداران، اگر یک چنین نیروی شکل بگیره که متاسفانه هنوز وجود نداره و اگرم به وجود بیاد طبیعتاً باید مخالفین این نظام رو به وجود بیارن، اون موقع شاید اتفاقات جدیدی بیفته. یعنی وقتی که جناحی از این حکومت یا همه بخشای حکومت احساس بکنن که یک رقیب جدی در برابر اینا قرار گرفته که میتونه تعادل نیرو رو در جامعه به هم بریزه، یعنی میتونه مردم رو به صحنه مبارزه علیه این نظام بکشونه، اون موقع است که از درون این رژیم ما روبرو خواهیم شد با محافل، جناح‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های متفاوتی که
بپیوندن به اون نیروی خارج از حکومت. در نتیجه چیزی که من اینجا میتونم خلاصه کنم و جمع‌بندی بکنم اینه که من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم در شرایط کنونی اختلاف نظر این دو جناح منجر به فروپاشی این رژیم مثلا میشه، یا منجر به این مسئله میشه که یک جناحی بر جناح دیگر غلبه پیدا بکنه. اینها در نهایت با هم مماشات میکنن. ممکنه برخی از افراد درونی خودشون رو هم به نوعی قربانی بکنن یا به نوعی حذف بکنن. به طور مثال مثلا کنار زدن آقای کروبی و موسوی در جریان انتخابات سال 88. اینها این کارو کردن، یعنی وقتی که دیدن که، یعنی اصولگراها وقتی دیدن که اصلاح طلبا دارن پیش از اندازه پیش میآیند و از اونجایی که اونها دست بالا رو داشتن، یعنی رهبر و سپاه و اصولگراها دست بالا رو داشتن، تصمیم گرفتن این دو نفر رو به عنوان رهبر اون اتفاقی در اون افتاده بود رو کنار بزنن، اونها رو به اصطلاح به حصر خانگی بکشن تا بتونن تسلط خودشون رو بر جامعه حاکم بکنن. در نتیجه تا اون زمان، یعنی تا زمانی که ما یک نیروی آلترناتیو مستقل ملی سکولار دموکرات در برابر این حکومت نداشته باشیم، در بدترین حالت چنین اتفاقاتی میفته. اما اون نیروی آلترناتیو، اون نیروی که پا به عرصه سیاسی جامعه ایران بگذاره و بتونه در دل مردم ایران ایجاد امید بکنه، ایجاد به اصطلاح نوعی حرکت برای تغییر این وضعیت بکنه، اون زمان ممکن استش که این اختلاف از درون این اختلافات شما شاهد این باشید که عده‌ای یا بخشی از این حکومت ریزش بکنن از کل این نظام و بپیوندن مثلا به اون نیروی آلترناتیو. اما اکنون به نظر من خیر، اینها میتونن دعواهاشون رو بیشتر شدت ببخشن، میتونن علیه هم دیگه تندتر صحبت بکنن، میتونن نظرات هم دیگه رو به نقد بکشن و حتی میتونن در جاهایی برخلاف اون نیروی مسلط، یعنی رهبری آقای خامنه‌ای و داستان سپاه پاسداران و غیر ذالک و اصولگراها، عملیاتی هم انجام بدن یا رفتار رو انجام بدن. به طور مثال مثلا برن با آقای اوباما وزیر امور خارجه آقای روحانی دست بده مثلا. خب حالا اینکه دست میده یا نمیده، چه چیزی رو تعیین میکنه، چه چیزی تغییر میده، به نظر من مسئله با اهمیتی اصلا نیست. ولی اون جناح مخالفه با این رابطه. اون جناح فکر میکنه که امریکایی‌ها وفادار نیستن به حکومت اسلامی، لااقل به این جناح از حکومت اسلامی ایران، یعنی اصولگراها وفادار نیستن، و از طرف دیگه هم اون چی که مشخصه بخشی از این نظام وابستگی های سیاسی، نظامی و اقتصادی به یک قطب دیگری از قدرت امروز در دنیا داره که روسیه باشه و اونا معتقدن که با حمایت روس‌ها بهتر میتونن موفق بشن، بهتر میتونن منافع این نظام رو حفظ بکنن. و اون بخش دیگر آقای رفسنجانی و روحانی و خاتمی و سایر اصلاح طلبا فکر میکنن که با نزدیک شدن به امریکا نظام امنیت بیشتر رو پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه و در نتیجه نظام میتونه برقرار بمونه. به یک معنا هر دوی اینها نگران موقعیت حکومت اسلامی ایران هستن، نگران این هستن که این نظام باقی بمونه. ولی با هم دیگه در مورد حفظ این حکومت، اینکه به کدام یک از قطبای قدرت بین المللی بپیوندن، با اون سر اون موضوع میتونن با هم دیگه اختلاف داشته باشن. به امروز ما این رو در عرصه هم منطقه‌ای میتونیم ببینیم، هم در عرصه مسائل داخلی میتونیم ببینیم، هم در عرصه مسائل بین المللی که نمونه ها رو خدمتتون عرض کردم. به طور مثال همین جنگی که الان در منطقه وجود داره، شما دارید میبینید که خاک ایران به نوعی به یک معنا تحت به اصطلاح کنترل یا تحت نظارت یا تحت حداقل میتونیم بگیم که مورد استفاده قرار میگیره برای روسا، تا اینکه بتونن روسا منافعشون رو در سوریه حفظ بکنن. همین 27-8 موشکی که از 4 ناو جنگی روسا در همین یکی دو روز گذشته به طرف خاک سوریه شلیک شد که مخالفان بشار اسد رو
به اصطلاح موشکباران بکنن، از مسیر 4 استان ایران عبور کرده، یعنی از گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی. این موشک ها از دریای مازندران شلیک میشن تا اینکه برن به از عراق عبور کنن و برسن به سوریه و مخالفین بشار اسد رو از بین ببرن. خب این نشون دهنده اینه که یک توافق به اصطلاح جدی نظامی و سیاسی بین جناحی از این رژیم با روسیه وجود داره. و بازم حتما اطلاع دارید که آقای قاسم سلیمانی به عنوان اصلی ترین فرمانده نظامی و طراح به اصطلاح نظامی رژیم در خاورمیانه در ماه آگوست در یک سفر و ملاقاتی که با آقای پوتین داشته به مدت 3 ساعت بر اساس خبرگزاریایی که خبرگزاری بین المللی رو اعلام میکنن با آقای پوتین ملاقات میکنه و اصولا آقای سلیمانیه که طرح حمله نظامی روس‌ها به خاک سوریه رو با آقای پوتین در میان میگذارن و اینم خیلی طبیعیه به دلیل اینه که آقای قاسم سلیمانی سالهاست که در منطقه خاورمیانه به خصوص در عراق، در لبنان، در سوریه حضور داره، اون منطقه رو میشناسه، شرایط سیاسی و نظامی اونجا رو کاملا بهش تسلط داره و به عنوان یک کاردار نظامی، به عنوان یک فرد متخصص نظامی تمام تجربیات خودش رو در اختیار روسیه میذاره، در اختیار نیروهای نظامی روسیه میذارن تا بتونن مشترکاً منافع خودشون رو در خاورمیانه حفظ بکنن. به واقع با این اشاره که خدمتتون کردم شاید بتونیم بگیم که امروز روس‌ها در خاورمیانه و در ایران به طور مشخص با یک چنین وضعیت و با یک چنین شرایطی نفوذ بیشتری دارن، کنترل بیشتری در منطقه به اصطلاح به نوعی دارن و در نتیجه میتونیم بگیم که اون جناحی که روسیه رو به عنوان متحد خودش میشناسه برای حفظ این نظام در حال حاضر مسلط‌تره و تسلط داره. باز این بدین معنا نیست که احیانا دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان با روس‌ها دعوا دارن یا اینکه اختلافات جدی دارن، اینطوری نیست. یعنی در خود همین زمان دولت آقای روحانی ما می‌بینیم که قراردادهای کلان نظامی یا اقتصادی با دولت روسیه بسته میشه. همین یکی 2 هفته پیش بود که یک قرارداد 24 میلیارد دلاری برای خریدن هواپیماهای روسی با به اصطلاح توسط دولت آقای روحانی بسته شد. به هر حال این تفاوت که خدمتتون عرض کردم بین جناح بندی ها و یا سیاست مداران متفاوت در ایران هم مانند ساری کشور دیگه وجود دارن، تفاوتش در اینه. یعنی شما در بین مثلا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات امریکا سر یه سری مسائل بین المللی وقتی اینا با هم اختلاف دارن، اختلافاتشون جدی است و به صورت اصولی سر این اختلافات نیستن، با هم رقابت میکنن و به هیچ وجه هم اهل به اصطلاح سازش با یکدیگر در رابطه با اون اصول اعتقادی خودشون نیستن. ولی در ایران اینطوری نیست. در ایران باز به خاطر اینکه در رأس این حکومت یک ولی فقیه هست، همواره تمام دولتایی که بر سر کار میان و اگرچه ممکن استش که با ولی فقیه در پاری از مسائل اختلاف نظر داشته باشن، ولی نمیتونن در نهایت در برابر امر و تصمیم گیری ولی فقیه نظر خودشون رو بخوان پیش ببرن. با سپاس از شما. به حال اون چه که مسلمه اینه که اینا براشون حفظ نظام اوجب واجبات است. اما شما توی فرمایشاتتون اشاره به ماجرای بیرونی کردی، وضعیت ایران توی منطقه و نقش روسیه. عده‌ای از این تحلیلگرهای غربی میگن این آقای پوتین جای پای در حقیقت از فوتپرینت آقای آندروپوف که در دوره اشغال افغانستان رئیس کاگبه بود، یعنی رئیس خود همین آقای پوتین بوده، همون در حقیقت کار انجام داد و اونا در اون دوران درست 7-8 ماه بعد از انقلاب اونا هم رفتن به کابل و کابل رو تسخیر کردن.
و الانم در حقیقت برای احیای کابل، اسمش هم این بود که برن کابل رو احیا کنن و نجات بدن، و وارد یه باتلاق شد. عده معتقدن که روسیه یعنی پوتین همون فوتپرینت رو استفاده کرده، همون کاری که رئیس سابقش در سال 1979 انجام داد، او هم در حقیقت همون حرکت رو تکرار کرده و داره میره که اون کار رو بکنه. میدونیم که روسیه تحریمه و خانم مرکل گفتش که با همه اوصاف ما این رو تحریم رو بیشتر خواهیم کرد برای روسیه. امروز هم ناتو اعلام کرده که بابا ما اصلا میخوایم نیرو ببریم تو ترکیه بذاریم برای اینکه بتونیم دفاع بکنیم. یعنی داریم میبینیم که یه تغییر آرایشی داره در منطقه صورت میگیره و ناتو میخواد نیرو بره تو ترکیه قرار بده. روسیه مستقیما داره اونجا، حتی منطقه پرواز ممنوع که اعلام کرده بوده اونجا هم حریمش رو شکسته و نیروهای پیادهش هم سپاه پاسداران هست و حزب الله. با توجه به تحریم ها، با توجه به شرایط تحریم ها، با توجه به این توافق هسته‌ای، یکی از ماجراهای توافق هسته‌ای ما میدانیم که در حقیقت تو سیاست اینها تغییر رژیم در کار نیست، بلکه همواره اصرار بر تغییر رفتار دارن. یعنی رژیم چنج رو به بیهیویر چنج در حقیقت تقلیلش دادن و میگن این باید رفتارش رو تغییر بده. و امیدهایی که ناامید است، یعنی اینکه خود چهار تا وزیرش هم براش نامه نوشتن که آقا ما وارد شرایط بحرانی میشیم، که من فکر میکنم این برای ردگم کردن اینا در شرایط بحرانی هستن، نه اینکه وارد شرایط بحرانی بشن، تو شرایط بحرانی هستن. و میگه امید دادی، نمیدونم مردم هیچ کاری نمیکنن، منتظر همه چی ارزون بشه، چی ارزون نمیشه. پرسش: با توجه به تحریم های روسیه، با توجه به تحریم های ایران و این جنگ که هر روز بالاخره خرج داره، ماجرا رو چجوری می‌بینی؟ آیا روسیه به نظر شما مثل افغانستان برش اتفاق میفته، یا اینکه اصلا نه چون دنیا عوض شده و دیگه اون ماجراها وجود ندارد این رو هم نمیشه به اون تعمیم داد، و عاقبت کار این همکاری بین ایران و روسیه با توجه به اون پترنی که گفتم، behavior change، تغییر رفتار که غرب ازش میخواد، اینو چجوری تحلیلش میکنی؟ این سفر رو چجوری برای ما بازش میکنی؟ چجوری میبینی صحنه رو؟ خب جناب ایوانی، البته به هر حال این پرسش که شما کردید تجربه یک پیشبینی خیلی به اصطلاح سختی داره که لاقل از عهده من بر نمیاد به اون معنا، ولی بر اساس اون اتفاقاتی که به طور روزمره ما باش روبرو هستیم شاید بشه یه ارزیابی های نسبی رو ارائه داد. خب واقعیت اینه که همونطور که خود شما هم اشاره کردید، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خب خیلی بده. یعنی شما اشاره کردید به نامه اون چهار وزیر که اعلام کردن که وضعیت به اصطلاح اقتصادی بده، کاهش شدید درآمد داره دولت ایران، و میدونید که میزان به اصطلاح صادرات نفت ایران در طی 7-8 ماه اخیر خیلی پایین اومده، الان حدود 720 هزار بشکه حدودا، تا هم ماه قبل ما صادرات نفتی داشتیم و در ماه آینده هم بیش از حدود 800 هزار بشکه در روز سفارش گرفتیم، چون میدونید که عمده مشتریان نفت ایران چین و هند هستند و خود چین و هند هم اصولا دچار رکود اقتصادی است و به همین خاطر تقاضای خرید نفت خیلی کم اومده. و خود دولت جمهوری اسلامی ایران و کارشناساشون اعلام کردن، آقای فکر میکنم که آقای محمد علی نجفی مشاور آقای روحانی گفتن که کسری بودجه برای به اصطلاح دور اکنومی بی سابقه بوده برای ما. خب علی رغم همه اون وعده‌ای که با
آقای روحانی داده بودن در خصوص اینکه آقا تورم رو میارن پایین، وضعیت اقتصادی رو مشخص میکنن، و بعدم گفتن که تمام اینها وابستگی داره به مسئله اینکه ما تحریما رو بتونیم از میون ببریم، در صورتی که واقعیتش اینه که پیش از تحریم ها اون زمان که صادرات نفت اینا رفت ایران بالا بود، روزی 2 میلیون بشکه اینا نفت میفروختن و بعضی از تحریم ها وجود داشت از روز اول اصلا، یعنی از آغاز حکومت اسلامی ایران رابطه ایران با آمریکا رابطه خصمانه بود و خیلی از تحریم ها وجود داشت، ولی به هر حال به یک معنا اقتصاد در حال به چرخش بود همیشه و بیمارگونه بود، اما به هر حال جامعه در حال به اصطلاح چرخیدن بود و مردم، بخشی از مردم لااقل صاحب شغل و درآمد اینها بودن، ولی این وضعیت کنونی که الان پیش اومده عوامل مختلف الان دست به دست هم دادن و همطور که عرض کردم علارغم ادعای آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، وضعیت بسیار بسیار تاریک و ناروشنی در انتظار ماست از لحاظ اقتصادی، کمون که خدمتتونم شاید اشاره کردم دفعه قبل آقای روحانی که اومده بودن نیویورک 1000 نفر از ایرانیان ساکن امریکا رو در اونجا دعوت کرده بودن تو هتلشون، ضیافت شامی برگزار کردن و آقای روحانی اونجا مشخصا اعلام کرد که ما به 150 میلیارد دلار پول احتیاج داریم و از شما خواهش میکنیم بیاین ایران سرمایه گذاری بکنید. اصولا از روز اول که آقای روحانی اومد سر کار همش این بود، وعده میداد که آقا ایران جایگاه مناسبی است برای سرمایه گذاری، سرمایه گذارهای ایرانی و غیر ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنند رو تشویق میکرد که بیان ایران، چون میدونست که وضع اقتصادی خرابه. و واقعیت هم اینه که این وضعیت بد اقتصادی زیاد هم ربط نداره به مسئله تحریمات. اشاره کردم خدمتتون در سالهای پیش هم تحریما به نوعی بود، ولی اوضاع به این بدی نبود، اوضاع از لحاظ اقتصادی به این بدی نبود. در نتیجه بحران اقتصادی یک مسئله بسیار بسیار جدی است برای ایران. از طرف دیگه روسیه هم با یک چنین مشکلی روبروست. همونطور که خود شما اشاره کردید روسیه هم در تحریمه و با توجه به بحرانی که سر مسئله اوکراین پیش اومده و هنوزم به طور کامل تموم نشده، این بحران رو در روسیه بیشتر دامن میزنه و به نظر میرسه که اون وقت با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست و برنامه‌ای که به اصطلاح کشورهای تو منطقه کشتن برای کنار زدن حکومت بشار اسد و با توجه به حمایت‌هایی که از طریق سایر کشورهای به اصطلاح جهان از به نوعی از قدرت‌های تو منطقه کشورهای عربی میشه، این تعادل اگر به هم بریزه موقعیت روسیه و موقعیت ایران در منطقه بدتر خواهد شد. تمام به اصطلاح جان و به اصطلاح زندگی حکومت اسلامی ایران تو منطقه به خاطر حضورش در عراق، حضورش در سوریه است، حضورش در توسط حزب الله در لبنان، نفوذش در بین فلسطینی‌هاست، در بحرین که بتونه سرپا بیسته و با این خیال که با به اصطلاح تسلط بیشتر در این کشورها بتونه هم منافع اقتصادی بیشتری رو در آینده به دست بیاره، هم نفوذ سیاسیش رو گسترش بده که نتیجش هم میرسه، نتیجش هم خط خواهد شد به اصطلاح دست یافتن به قدرت اقتصادی. خب بنابراین یک چند رقابتی هست و اگر این قضیه نخواد به سادگی حل بشه، جنگ ادامه سیاسته، یعنی اینه که هم روسا و هم ایرانیا با هم دیگه در برابر رقبای منطقه خودشون وارد یک جنگ خواهند شد. یعنی الان به واقع به نظر منم یه جنگ نیمه جدی وجود داره. نیمه جدی از این بابت میخوام بگم که عملا قدرت‌های بزرگ جهانی روبروی هم دیگه نایستادن، ولی همونطور که خود شما اشاره کردید امروز فرمانده ناتو اعلام کرده که ما از این به بعد اجازه نمیدیم که روسا از خاک ترکیه بخوان بدون توافق با ترکیه با دولت ترکیه بخوان هواپیماهای نظامیشون رو عبور بدن برای بمباران مناطق از خاک سوریه.
بنابراین هر کدوم از این اتفاقاتی که الان داره رخ میده به طور روزانه و ساعت به ساعت ممکنه یه جا منجر به یک جرقه‌ای بشه که به طور مثال واکنش‌های نظامی بین قدرت‌های بزرگ یا اینکه نه خودشون مستقیم بلکه ترکیه مثلا درگیر بشه با روسا و یا اینکه عربستان پاش کشیده بشه با تهدیدهایی که ایران در برابر عربستان از خودش نشون میده به خصوص بعد از این ماجرای منا در اونها با همدیگه درگیر بشن. بنابراین شعله های این جنگ میتونه تمام منطقه رو به نوعی فرا بگیره و این خواسته هم حکومت اسلامی ایرانه هم خواست روساست، چون اونها هستن که نسبت به سایر قدرت‌های منطقی و قدرت‌های بین‌المللی وضعیت اقتصادی بدتری رو دارن. وضعیت اقتصادیشون شکننده است، شکننده تره، بحرانی تره. بحران اقتصادی به هر حال امروز به نوعی در همه جای دنیا وجود داره، ولیکن اون شرایطی که الان در خاورمیانه وجود داره، اون شرایطی که در ایران وجود داره و حتی در روسیه وجود داره قابل مقایسه نیست. در ایران الان میلیون ها دانش آموز نمیتونن برن مدرسه، خانواده‌هاشون اینا رو فرستادن تو خیابونا برن تکدی بکنن، به هر حال گل فروشی و نمیدونم کنار خیابون ایستادن، این یه نوع تکدی کردنه، از درس و مدرسه افتادن. حالا نه این کودکان، این کودکانی که به اصطلاح حالا به عنوان کودکان کار یا هر چیزی که ازشون اسم برده میشه، معلمان کشور زیر خط فقر زندگی میکنن، کارمندان اصلا. من امروز با یکی از دوستان در ایران رابطه داشتم و دوستی که در حال رفت آمد همیشه بین سوئد و ایران و میتونه بره و بیاد، اما خب همه مسائل سیاسی هم تعقیب میکنه، از نسبت به 7-8 ماه پیش که ایران بود دوباره الان رفته به ایران سفر کرده، گفتم چه خبر؟ گفت من واقعا نمیدونم آینده این مملکت به کجا خواهد کشید. اصلا تو خیابون مردم همینطور یقه هم دیگر رو میگیرن، با همگه کتک کاری میکنن، سر ساده ترین موضوعاتی که ممکنه تو ترافیک پیش بیاد، موقع خرید کردن پیش بیاد، و مردم دچار یک نوع دیپرشن، یک نوع به اصطلاح عصبانیت عجیب و غریب هستن. زورشون به جمهوری اسلامی، به حکومت نمیرسه، هم دیگر رو برن اذیت میکنن و میزان فساد و دزدی و نمیدونم تجاوز اینها هم که اصلا به یک امر عادی داره تبدیل میشه تو جامعه و هیچ گونه امیدی هم نیست. یعنی الان فقط مردم با کلاهبرداری از هم دیگه میبخشید، میگم مردم، لاقل بخشی از مردم که وضعیت بد اقتصادی دارن با کلاهبرداری از هم دیگه دارن زندگیشون رو میگذرونن. خب اون قضیه که نمیتونه ادامه پیدا بکنه و رژیم هم این رو میدونه و به همین خاطره که الان بیپروان در رابطه با مسائل دخالت‌های نظامی خودش در منطقه وارد یک همکاری رسمی و علنی شده با روسیه علیه به اصطلاح مخالفین بشار اسد. ولی این داستان فقط بشار اسد نیست، مسئله عربستان هست، مسئله کویت هست، مسئله کشورهای امارات متحده عربی هست، قطر هست، اینها به این سادگی نمیتونن نسبت به این مسئله بدون واکنش باشن. از سوی دیگه امریکا، اینها این کشور عربی، بخش از این کشور عربی متحدین امریکا هستن، قراردادهای به اصطلاح نظامی و غیر نظامی با هم دیگه دارن، انتظار دارن که امریکا از اینا حمایت بکنه. در نتیجه من تصورم بر اینه که نکترم بگم واقعا در مورد این دولت اسلامی یا این گروه داعش هم واقعا یک چیز عجیب و غریبیه. شما نگاه کنید روسا اومدن میگن که ما با این موشک‌ها و با این بمباران هواییمون داریم داعشی ها رو میخواییم از بین ببریم، در صورتی که بر اساس تمام گزارش هایی که از همه جا منتشر شده تا به امروز هواپیمای روسیه اصلا داعش رو نزده، مخالفین بشار اسد رو دارن میزنن. خب این خود این هم یک مسئله است، یک جریانی به نام دولت اسلامی به وجود اومده با سرمایه کلون، نیروی نظامی، تجهیزات نظامی مدرن و پیشرفته در اختیارشه. از افغانستان شما بگیریم تا بحرین حضور داره، تا عربستان و لیبی و سوریه و عراق و حتی شهرهای مرزی ایران حضور داره و بعد هم هیچ کسی در برابر این واکنش جدی تا حالا نشون نداده. یعنی تمام این خبرهایی که من و شما میشنویم بر اون بر که داعش رو مثلا حالا هواپیماهای نیروهای ائتلاف اینجا سرکوب کردن یا هواپیماهای روسی، اصلا یه شوخیه.
این تبدیل شده به یک قدرت تو منطقه، تو دنیا. الان خبرهایی که در مطبوعات و رسانه‌های اروپایی داره مطرح میشه در رابطه با این تهاجم پناه جوانی که دارن میان از سوریه و کشور خاورمیانه به طرف اروپا، یکی از مسائل جدیشون روزهای اول یه مقداری اینا مرزها رو باز کردن به خصوص آلمانیا و اتریشیا، الان ولی دارن کمپ‌های رو ایجاد میکنن و پاسگاه‌های رو ایجاد میکنن که این افرادی که به عنوان پناهجو میان به دقت شناسایی بشن. دیروز تو خبرها این بود که روس‌ها به این گروه‌های تروریستی در طی تمام این سال‌های گذشته به نوعی به اصطلاح سلاح‌های کشتار جمعی فروخته و اینا خطرناکه. یعنی هیچ پیش‌بینی دقیقی نمیشه کرد که چه اتفاقی ممکنه همین فردا یهو بخواد بیفته. و به نظر من این داستان به اصطلاح مقابله کردن غیر واقعی با گروه داعش خودش این معنا داره. نه روسا در برابر اینا به طور جدی نیستن، نه امریکایی ها، نه نیروهای ائتلاف و نه نیروهای منطقه. کشورهای مانند ترکیه که از روز اول با اینا مماشات کردن، حتی ایران هم با داعش به طور جدی رو در رو نشده و به نظرم نمیشه که بتونن این رو در روی رو ایجاد بکنن. خب یه مقدار فرماندهان سپاه گاهی وقتا ادعاهایی میکنن، ولی در عمل هیچ کس با گول داعش تا به حال درگیری جدی پیدا نکرده. بنابراین امروز تو دنیا یه چیز عجیب و غریب، یک هیولایی داره به وجود میاد که شکل گرفته، اسمش از دولت اسلامی گروه داعش، حالا مخفف همون دولت اسلامی شام و عراق یا شام و بغداد. بنابراین این مسئله به نظر من در ادامه منطقه رو تبدیل میکنه به یک منطقه جنگی تمام عیار و متاسفانه در کشور ما یک حکومتی بر سر کاره که خودش به نوعی طرفدار جنگه، چون همونطور که عرض کردم سیاست جنگ ادامه سیاسته و این فقر و بحرانی و رکود اقتصادی که در ایران خود اینا از همین الان میگن به وجود اومده، هیچ راهی نداره جز اینکه یک جنگی رو راه بیاندازن. همین الان دوباره دارن تشویق میکنن امر شهادت و خود آقای روحانی تو سخنرانی دو روز پیشش در رابطه با مسئله عاشورا و تاسوعا صحبت کرده، گفته که عاشورا تاسوعا یعنی اینه که ما مسلمون ها باید فرهنگ شهادت رو بفهمیم و خودمون رو همیشه آماده نگه داریم برای به اصطلاح شهید شدن. خب چه ربطی داره یه آقای رئیس جمهوری که این همه اومد بود وعده های به اصطلاح صلح و آرامش و نمیدونم امنیت رو بده، در سخنرانی خودش جوانا رو تشویق میکنه به استقبال شهادت رفتن. یعنی این نشونه هاییست به نظر من که خود مقامات حکومت اسلامی در این چنین مواقعی، چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا باشن، چون زمانی که پای حفظ منافع نظام پیش میاد اینا همه چیز قربانی میکنن، چون واقعیتش هم اینه که راه دیگری ندارن. آقای روحانی چیکار میخواد بکنه؟ آقای روحانی قصد داره که مثلا شرایطی رو فراهم بیاره که حکومت اسلامی نابود بشه. خب نابودی حکومت اسلامی به معنی نابودی خود اونه، نه آقای روحانی، آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، اینا جزو پایه‌گذاران و بنیانگذاران حکومت اسلامی بودن. بنابراین هیچ کدوم اینها، بازم برمیگردم به اون بحث شد اولمون، این نتیجه گیری دوباره تکرار میکنم من خدمتتون، هیچ کدوم اینها حاضر نمیشن که این نظام از هم بپاشه، حتی اگر شده یک جنگ دیگری رو راه بیاندازن، باز جوانای ما رو به اصطلاح وارد به جبهه ها اعزام بکنن. حالا به کجا میکشه این رو برای تو پرسش شما بود، برای پاسخش ساده نیست، اما این رو میشه فهمید که حکومت اسلامی ایران طالب جنگه، همین الان هم تو جنگ خالد داره و 37 سال هم از داره به این جنگ، به این ناآرامی، به این بی‌ثباتی داره دامن میزنه و اصولا فلسفه ماندگاری حکومت اسلامی بستگی به همین بحران ها داره. بدون این بحران ها جمهوری اسلامی از قدرت ساقط میشه و بنابراین متاسفانه اینه که آینده کشور ما به دلیل وضعیت بد اقتصادی، به دلیل وضعیت بد مدیریت و کشیده شدنش به نوعی در جنگی که الان در منطقه وجود داره،
اوضاع رو به نظر من یک اوضاع ناامن و بی ثبات و غیر قابل اعتماد به ما نشون میده. متشکرم آقا، سپاس دارم. عرضم به حضور شما که نه، قصد من از این که اینجور باز میکنن و پهن در حقیقت پرسش رو مطرح میکنن اینه که میخوام که نتیجه بگیریم از این حرفایی که زده میشه. اولا شما حق انتخاب داشته باشیم بتونین که مثلا خودتون بحث رو به اون شیوهی که دلتون میخواد جلو بریم. من با سایرینم همین گونه رفتار میکنم که خودشون هر جوری که دلشون میخواد موضوع رو پیش ببرن و من طالب اینم که نظر اون فرد رو بشنوم و این کمک میکنه به ما که اون کنه قضیه رو درک کنیم. اون چی که نشون میده صحنه، یعنی اینکه اشاره کردم به ماجرای حرکت روسیه یا شوروی سابق در افغانستان در سال 1979 و اینکه امروز عراقی ها میگن که نمیدونم ایرانی ها در حقیقت روسا رو وادار کردن به این ماجرا، اما من نمیدونم این سفرهای قاسم سلیمانی به روسیه و بعد سفری که آقای نتانیاهو کرد و من مطمئنم که بدون مجوز نتانیاهو روسا نمیتونه همچی کاری بکنه، حتما او در جریان قرار گرفته قبل از اینکه روسا حمله بکنه. اینا کنار، هدف من اینه که پیدا بکنم این وضعیت رو و شما هم در مقدمه بحثتون راجع به وضعیت یک اپوزیسیون همسو صحبت کردین که بتونن با همدیگه، در حالی که او جمهوری اسلامی هم دنبال اپوزیسیون همسوی خودش میگرده و همواره این کار کرده، بحثایی که در بیرون میشود مثلا همین ماجرای قرار بود که اعتراض معلمان باشد ولی به هر دلیلی بالاخره اعتراض در 13 انجام نشد و 16 قرار است که انجام بشه که اونم انجام نشد که امروز باشه، بنابراین و هیاهویی که یاد آدم ها در بیرون انجام دادن با توجه به نوع فعالیت شما و سابقه ای که از شما هست و همواره در تلاش هستی که یک توی جهت اپوزیسیون نظام یه حرکت ایجاد بشه، این نوع در حقیقت عکس العمل ها رو، چون من باورم اینه که ما تا زمانی که کنش نکنیم و در شرط واکنش قرار داشته باشیم همواره اون یه توپ و قل میده این و من میدوام دنبال توپ اون و دوباره یه توپ و قل میده این و من دوباره میدوام این و، یعنی تو یه خط سر جام فقط از این و به اون و حرکت میکنه، هیچ حرکت به سمت جلوی در کار نیست. این ماجرای مثلا مثل اعتراض معلمان و این هیاهویی که این و بیرون را انداختش، اینو تو چه زمینه میبینی؟ چرا نمیتونه اپوزیسیون خودشو پیدا بکنه؟ مشکلش چیه؟ چی میبینی در این داستان؟ من با آقای رو شریعت مداری که اینجا صحبت میکردم، آقای شریعت مداری تنها خوشحالیش این بوده که بله آقا من گفتم انتخابات آزاد، الان تو ایران هم میگن انتخابات، جمهوری اسلامی هم میگه انتخابات آزاد. این تنها موضوعی بود که آقای شریعت مداری روش در حقیقت تکیه میکرد و خوشحال بود از این داستان. بریم بحث آسیب شناسی، اینو که چرا اون مشکل کجاست، چرا اینطوری میشه، چرا این نمیتونه واکنش کنه، چرا نمیتونه کنش کنه و همیشه به صورت واکنشی رفتار میکنه. نمونه آخر همین ماجرای به اصطلاح اعتراض معلمان بود و عکس العمل های این آدمایی که در خارج کشور هستند. آسیب شناسیش رو در چی میبینی؟ بفهم. من آقای بهبانی، ممنونم که سوال خودتون رو به این صورت مطرح کردید و کمک کردید که من لااقل به اصطلاح اون وظیفه اصلی خودم در رابطه با وظیفه اصلی خودم به عنوان کنشگر سیاسی به اون مسئله بپردازم. خب این واقعیت داره که به هر فعال سیاسی میبایست در رابطه با مسائل سیاسی مربوط به کشورش و مسائل بین المللی هم یک درک و تفسیری داشته باشه تا بتونه راه خودش رو پیدا بکنه. اما وظیفه اصلی کنشگر سیاسی به نظر من
پرداختن به اصل قضیه است. اصل قضیه برای یک جریان اپوزیسیونل، یک فرد مخالف حکومت اسلامی اینه که قطعا به این نتیجه رسیده که این حکومت که بر سر کاره، از پیش به این نتیجه رسیده که این حکومت که بر سر کاره حکومت لایقی نیست، حکومتی نیست که بتونه این کشور رو به درستی اداره بکنه، حکومتی نیست که به منافع ملی و منافع مردم کشور ما توجه داشته باشه، حکومت استبدادی است، حکومت فاسدیه و قطعا باید به کنار زده بشه. و در نتیجه وظیفه اصلی افرادی مانند من اینه که چگونه این باید این رژیم به کنار زده بشه و ما باید با چه تاکتیک و با چه استراتژی خودمون رو آماده بکنیم برای کنار زدن این حکومت. طبیعتا من جزو کسانی هستم که از اونجایی که معتقد هستم که این حکومت اسلامی بر سر کار حکومت نالایقه، باید خودم رو آماده کنم و کسان دیگری که مانند اونا میاندیشم اونها رو پیدا بکنم و با هم بتونیم سازمانی، تشکیلاتی رو به وجود بیاریم که برنامه ریزی بکنیم برای پایین کشیدن این حکومت. تمام اون تلخی ها و سیاهی هایی که من تو دور اول صحبتم خدمت شما و بینندگانتون عرض کردم اینه که وضع مملکت ما بده. اینکه مردم ما بنا به دلایلی که الان در جامعه وجود داره، از لحاظ روانی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و عوامل گوناگونی که جامعه ما رو به اینجا کشونده، یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه اما اینه که ما اگر میخوایم این مملکت رو نجات بدیم، اگر میخوایم خودمون رو نجات بدیم، باید خودمون سازماندهی بکنیم و باید به این مردم بپیوندیم به عنوان عناصر سیاسی و با کمک اونها بتونیم وضع تغییر بدیم. اگر تغییر ندیم این مملکت وضعش بدتر میشه. من خیلی خلاصه در قسمت اول صحبتام عرض کردم درآمد نفت داره کاهش پیدا میکنه، قیمت نفت روز به روز داره پایین میاد، دولت بدهکاریه به بانک ها، به همه جا بدهکاره و با توجه به این سیاست هایی هم که داره اگر درآمد دیگری هم به دست بیاره تازه باید خرج این جنگ ها و خرج هزینه هایی که الان دخالت روسیه در جنگ سوریه که با توصیه آقای قاسم سلیمانی پیش اومده، اونا که نمیان خرج اون موشکاشونه بدن، قطعا باید ایرانی که خرج اون نظامی های روسیه رو بده، باید کمک بکنه حداقل تا اینکه اینا به روسا بیان که بشار اسد رو نجات بدن. خیلی خوب، بنابراین یک چنین حکومت که نمیتونه وضعیت کشور ما رو و وضعیت نابسامان مردم کشور ما رو سامان بده. ما در یک چنین شرایطی علارغم همه اون سیاهی هایی که من خدمتتون عرض کردم یک راه نجات داریم. اون راه نجات اینه که مخالفین این رژیم خودشون رو سازماندهی بکنن، آماده بکنن، با مردم در ارتباط قرار بگیرن، واقعیت ها رو به مردم بگن. واقعیتی که امروز باید به مردم باید گفته بشه، به معلمین، به کارگران، به زنان، به دانشجویان، به بدنه حتی این حکومت، به خانواده هایی که این پاسدارا و نمیدونم نظامیه که تو ایران دارن، به دو پسراشون، به دختراشون، به همسراشون که مملکت در حال نابودی است، به خانواده های نمایندگان مجلس. اگر پای ایران به این جنگ خاورمیانه کشیده بشه شما هم نابود خواهید شد، همسران شما باید تو این جنگ برن دخالت بکنن، فرزندان شما باید برن تو این جنگ، اونا از بین میرن. فردا بمب و موشکی که امروز بر سر مردم سوریه آوار شد و 250,000 نفر تا همین الان کشته، این میتونه نصیب ما هم بشه در ایران. بنابراین وظیفه ما این استش که اونها رو هوشیار کنیم، بگیم تا زمانی که این حکومت هست بر اساس همین توضیحاتی که امثال من روز و شب دارن در رسانه میدن، پای بام کشیده میشه تو این وضعیت. اگر به طور مستقیم هم حتی نریم، خرج این جنگ رو ما باید بدیم بخشیشو، اون درآمد نفت رو ما باید صرف این جنگ بکنیم، حتی اگر وارد جنگ نشیم. در نتیجه قحطی و فقر و بیکاری بیشتر گسترش پیدا میکنه،
باز عاملش چیه؟ عاملش باز همین حکومت اسلامیه و ما باید این حکومت رو عوض بکنیم و با کمک هم باید این کار رو بکنیم، وگرنه پرداختن به مسائل ابتدایی و مسائلی که هیچ گونه نتیجه ای نداره، ما چه بخوایم چه نخوایم وقتی به این مسائل دامن میزنیم یعنی چی؟ یعنی خودمون رو سرگرم کردیم، مردم رو سرگرم کردیم که حالا بیایم مثلا در رابطه با مسئله حجاب مثلا ما یک کمپین را بندازیم، بیایم در رابطه با پشتیبانی از مطالبات مثلا آموزگاران یک کمپین را بندازیم. خب این کمپین هم کمپین فیسبوکیه جناب بهبانی، کمپینی نیست که در ایران در شهرهای مختلف دفاتر خودش رو داشته باشه، سازماندهی شده باشه و بتونه جریانات به اصطلاح سراسری را بیاندازه، همبستگی ملی به وجود بیاره، در اونجا رادیو داشته باشه، تلویزیون داشته باشه، روزنامه داشته باشه و بتونه این کارو بکنه. عده‌ای در دنیای مجازی شخصیت‌های بسیار معروف، افراد بسیار با سابقه سیاسی، به قول شما میان آقا 12 حالا به روز برگزاری اعتراضات سراسری در ایران به طرف مردمان. خب 12 نشد و 16 هم نشد، این آقایون برای 3 مرخصی میگیرن میرن دیگه، شما هیچ آثاری از اینا نمیبینید. من متاسفم این رو بگم، دوستانی که در طی این سالهای اخیر تحت پوشش فعالیت‌های حقوق بشری و مسئله به اصطلاح پرداختن به طرح مطالبات مردم و ما باز از مطالبات مردم باید پشتیبانی بکنیم، از حقوق شهروندان پشتیبانی بکنیم، آقای سعید بهبانی من اینو در برنامه شما در یک رسانه عمومی دارم میگم، یک نمونه اینا نشون بدن که این کمپین‌هایی که اینا را انداختن و این مطالباتی که اینا را انداختن به نتیجه رسیده باشه. آزادی زندانی سیاسی، دادن خواستا و مطالبات آموزگاران، دادن خواستا و مطالبات کارگران، مسئله حجاب، مسئله بهبود وضع معیشتی اقتصادی مردم، کدومش اینو متحقق شده؟ انتخابات آزاد. آخه شوخیه جناب بهبانی، این عمل دوستان ما به نوعی اینا سراب دارن نشون میدن به مردم. من نمیدونم واقعا مردم آیا اصلا دنبال این شعارها میرن یا نه، اینو نمیدونم که برای میدونم، اما فرض میگیریم که آقای ایکس اومدن به شما گفتن که شعار انتخابات آزاد رو من جا انداختم در ایران. خب این که افتخاری نداره که شما جا انداختی بگه انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه. جا انداختن یعنی چی؟ شما زمانی میتونید بیاد ادعا کنید که من شعار رو جا انداختم که این شعار به صورت عملی به اجرا در میاد در ایران. انتخابات آزاد یعنی چی؟ انتخابات آزاد یعنی این که پیش از اون احزاب سیاسی مختلف به وجود اومده باشن، اتحادیه و سندیکا وجود داشته باشه، روزنامه‌های آزاد، تلویزیون، رادیو، همه بیان اونجا تبلیغ بکنن برای برنامه حزبشون، برای برنامه‌های به اصطلاح گروه‌های مختلف و صندوق‌های رأی گذاشته بشه و هر کسی آزادانه بره کاندید بشه و آزادانه بره هر کسی به کاندید خودش رأی بده. این یه تعریف کلی از انتخابات آزاده. آخه مگر ممکنه در جمهوری اسلامی ایران، در حکومت اسلامی ایران انتخابات آزاد به این وجه به وجود بیاد؟ من نمیدونم آقای شریعت مداری شما به شما چطور این تو عرف و توضیح داده، اما هر فرمی که گفته باشه من متاسفم این نادرسته، این نشان دادن سرابه. سراب در نتیجه سرخوردگی و یأس به وجود میاره. همین الان من نمیدونم آقای اوسانلو، آقای شریعت مداری، این دوستانی که تو این فیسبوک و تویتر و این بر اون بر اون بر هی شاید ادعا کن آقا اکسیونه نمیدونم اعتراضات سراسری معلم ها و غیر و غیره، الان اینا چی میخوان بگن؟ بنده و امثال بنده از قبل گفتیم آقا ما از خواست و مطالبات همه مردم ایران در هر گروه هر طبقه که هستن پشتیبانی میکنیم، اما هدف اصلی ما این نیست. هدف اصلی ما اینه که باید این رژیم رو برداریم. بنده هیچ گونه توهمی ندارم که جمهوری اسلامی کوچکترین ترتیب اثری به خواستا و مطالبات معلمان ایران نمیده. در بهترین حالتش
همواره سازماندهان و سخنگویان و رهبران اینا رو میگیره میکنه تو زندان، و تازه اون وقت ما یک کمپین دیگه را میندازیم، کمپین خواست آزادی نمایندگان آموزگاران اعتراضی برای اینکه اینا از زندان بیان بیرون. دوباره روز از نو، روزی از نو. رژیم هم حالا بعضی وقتا کوتاه میاد، بعضی از این دوستان رو آزاد میکنه، دوباره سال بعد دوباره کمپین برای دفاع از مطالبات آموزگاران. اینا نادرسته، اینها وظیفه اپوزیسیون نیست. راه دور نریم. من دیروز برنامه آقای چالنگی رو نگاه میکردم. من اسم میارم و ازتونم خواهش میکنم و میدونم شما قبول میکنید، اگر احیانا هر کسی به این چیزی که من میگم اعتراض داره، بیاد رو در رو در تلویزیون شما ما با هم گفتگو کنیم. آقای پیرزاده نفر دوم یا سوم شورای ملی ایران، تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی. آقای چالنگی از ایشون میپرسه آقا این مسئله اعتراض معلمان و اینا به کجا میکشه، شما چیکار در این رابطه میکنید؟ میدونید ایشون چی میگن؟ میگن که ما داریم با اتحادیه معلمان در اروپا تماس میگیریم که به معلمان ایرانی بگن چگونه باید شما برید مطالبات خودتون رو مطرح کنید، و بعدم قید میکنن در ضمن نباید هیچ گونه شعار سیاسی هم در این رابطه دار، چون این خواسته به اصطلاح صنفیه. خب ببینید آقای بهمانی عزیز، این فاجعه است. اگه فاجعه هم نباشه بسیار تأسف آوره. من شورای ملی درست بکنم به عنوان نیروی اپوزیسیون، به عنوان نیروی مخالف رژیم، بعد گروهی حالا از مردم جامعه من به خاطر مطالباتشون دست به اعتراض بزنن، بعد من بگم من میخوام برم معلمان فرانسوی و آلمانی و سندیکای اتحادیهشون رو تماس بگیرم که به معلمین ایرانی بگن که چیکار باید بکنید، اونم تازه تو روزی که فرداش اینا میخوان برن اعتراض بکنن، هنوز اینا نرفتن حتی این کاری هم که فکر میکنن درسته برن اونو انجام بدن. این یعنی بیمسئولیتی، یعنی بیمبالاتی، یعنی بیتوجهی، یعنی سهلنگاری، یعنی ندونستن، یعنی نادانی. مگه میشه من بگم من نیروی اپوزیسیونم ولی ندونم در رابطه با اتفاقات که تو کشورم میفته من باید چه کار بکنم به نیروی، به عنوان نیروی مخالف؟ وظیفه خودم رو ندونم، کار خودم رو بلد نباشم؟ من کار خودم رو بلد نیستم سازمان سیاسی درست بکنم که بخوام رژیم رو پایین بکشم؟ مگه ممکنه همچین چیزی؟ آیا تاکتیکی که باید امروز به کار رفته بشه برای اینکه معلمان کشور ما به خواستای حتی سنفیشون دست پیدا بکنن، تماس گرفتن با اتحادیه و سندیکاهای معلمان فرانسویه که اونا برن اونا رو راهنمایی بکنن؟ در صورتی که نه، وظیفه نیروی مخالف حکومت اسلامی این استش که تشکیلاتی رو به وجود بیاره که این تشکیلات مورد اعتماد مردم ایران بشن، مورد اعتماد کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، پرستاران و حتی عرض کردم مورد اعتماد بدنه خود همین حکومت بهش بپیوندن. وقتی معلمان میان برای خواست مطالبات خودشون حقوقشون رو میخوان، مسئله استخدامیشون رو میخوان به صورت رسمی در بیارن، بیمهشون رو میخوان درست بکنن، اون وقت اون نیروی اپوزیسیون یا اون نیروی مخالف جمهوری اسلامی ایران به کل اون جامعه بگه که بپیوندید به این اعتراض معلمان. اونجاست که اون وقت از دل اون اعتراض میلیونی حرکتی به وجود میاد که شما میتونید تکلیفتون رو با این حکومت روشن بکنید. کدوم یک از تاکتیکای اینها از آقای شریعت مداری گرفته تا شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی، کدوم از شعارهای مطالباتی یا تاکتیکی اینا تا حالا تونسته مؤثر واقع بشه؟ یک قدم رژیم رو به عقب برونه. رژیمی که به عقب میره که نمیاد توی تظاهرات 700 نفری، 500 نفری، 300 نفری 10 نفری بگیره ببره بازداشت بکنه، و وقتی اون 10 نفر از دل این تظاهرات 1000 نفری میان بیرون، نتیجه چی میشه؟ نتیجهشون میشه اون 900 نفر دیگه بعد از 2 3 ساعت اونجا ایستادن خسته میشن میرن، اینا رو بیا بازداشت میکنه رژیم، میگه خب آبا از آسیاب افتاد، 48 ساعت بعد اونا رو آزاد میکنه یا یکیشون رو بازداشت میکنه نگه میداره. این که کار سیاسی نشد که. بنابراین جناب بهبانی عزیز، بنده جز کسانی هستم
که با این پروژه های عجیب و غریبی که در این چند سال اخیر به خصوص به وجود اومده، طرح رفراندوم، طرح نمیدونم انتخابات آزاد، طرح مطالبه محوری، طرح نه به حجاب، طرح نمیدونم یه چیزی بوده که از این خانمای روزنامه‌نگار راه انداخته بود، حجاب یواشکی، نمیدونم از این داستانا. اینا بازی دادنه، اینا سرگرمیه. روز به روز مملکت ما داره به لبه یک پرتگاه عجیب و غریبی داره نزدیک میشه که معلوم نیست سرانجام وقتی این سقوط انجام بگیره چطوری میشه نجاتش داد. اون از وضع محیط زیست، اون از وضع معیشت مردم، اون از وضع مسئله معتادین مواد مخدر، اون از وضع مسئله فحشا و تنفروشی، اون از مسئله نمیدونم کودکان خیابانی، مسئله بیکاری. 7 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی بیکار توی جامعه 80 میلیونی، این یعنی چی؟ این مملکت در لبه پرتگاه ایستاده. من حق ندارم در امر سیاست، وقتی که من نمیگم این دوستان آگاهانه دارن این کار رو میکنن، آگاهانه میان میگن که آقا مثلا ما نباید شعار سیاسی بدیم. شما جریان سیاسی درست کردید، شعار سیاسی نمیخواید بدید؟ مگه ممکنه همچین چیزی؟ پس به مردم شما دارید دروغ میگید. شما وقتی یک تشکل سیاسی درست میکنید، کارتون کار سیاسیه، شعارتون شعار سیاسیه. رو در رو با حکومتی باید بشید که این حکومت عامل همه این فسادها و بیچارگی هست. ممکنه صدای من و شما امروز از طریق تلویزیون میهن به گوش همه مردم نرسه. خب طبیعیه که نرسه، به دلیل اینکه امکانات شما محدوده، به دلیل اینکه شما تلویزیونی هستید که امثال منو دعوت میکنین در برنامه تلویزیونتون، و من به عنوان فرد سیاسی نمیتونم در هر تلویزیونی که متعلق به دولت ها و قدرت های بین المللی است برم این رو بگم. اونجا شما باید برید تفسیر بکنید. بله آقا قیمت نفت آمده است بالا، فلان میشود، رکود اقتصادی پیش میاد، اینها. این نیست وظیفه اصلی ما. وظیفه اصلی ما اینه که ما به مردم بگیم این حکومت تا زمانی که بابرجاست، شما آرامش و امنیت و ثبات رو روش رو نخواهید دید، روز به روزم به فلاکت بیشتری دچار میشید و این رژیم باید بره. اونم وظیفه من تنها نیست که اینو بگم. من فقط این واقعیت رو به سهم خودم در برنامه های مانند شما بیان میکنم. اونهای دیگری که امکانات بیشتری دارن، ادعاهای بیشتری دارن، اونا باید بگن چیکار دارن میکنن. با شعار انتخابات آزاد این رژیم سرنگون میشه؟ این رژیم یک قدم به عقب میره؟ با طرح مثلا دفاع از پشتیبانی از حقوق شهروندی مردم ایران. من هفته گذشته در کنفرانس سالانه حزب مشروطه ایران شرکت کردم به عنوان نماینده از طرف جنبش سکولار دموکراسی. موضوع اصلی این کنفرانس حزب مشروطه این بود پشتیبانی از حقوق شهروندی مردم ایران. خب دوستان عزیز، شما کلیسا هم برید، کشیشا هم از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع میکنن. اصلا نمیگم کلیسا، شما برید قم، بسیاری از آیت الله از حقوق شهروندی مردم ایران حمایت میکنن. شما الان برید پلو آیت، بعضی از این آیت الله تو قم هستن، بگید آقا شما از این خواست و مطالبه معلمان که میگن حقوق معوقه ما رو بدید یا اینکه ما رو استخدام رسمی بکنید، شما از این خواست پشتیبانی میکنید؟ آیت الله میگه میکنم این کارو، تمام آخوندهای قم این کارو میکنن. آخه چه تفاوتی باید بین آخوند و ملا و کسی که تو این دستگاه داره زندگی میکنه به یک معنا، حالا مهره اصلی این رژیم ممکنه نباشه، چه فرقی بین اونا هست با شورای ملی؟ چه فرقی بین اونا هست با حزب مشروطه؟ چه فرقی بین اونا هست با اتحاد نمیدونم اتحاد برای دموکراسی که بسیاری از دوستان بندم در اونجا به عنوان مسئولین و رهبران این جریانات هستن؟ ما وظیفه‌مون اینه که اون نیروی رو به وجود بیاریم که این حکومت رو به پیهنان بذاریم، مگر اینکه یک چیزی این دوستان بگن که البته که بعضیشون میگن مرور درش تغییراتی به وجود بیاد و شرایط عوض بشه در ایران. خب چند سال شما این بحث رو میخواید بکنید؟ نزدیک به 40 سال این حکومت سر کاره.
شما با همین شعارها و با همین طرحهای خودتون به عمر این حکومت اضافه کردید. در نتیجه بخوایم واقعا مملکتمون رو از این بحران کنونی نجات بدیم، بحران انواع بحرانایی که در داخل کشور وجود داره و از این بحران وحشتناکی که پای ما رو به یک جنگ دیگه بکشه، پای ایران رو به یک جنگ دیگه بکشه، اگر ما بخوایم این دو بحران داخلی یا بحران‌های داخلی و بحران خارجی و بین المللی و منطقه‌ای رو از سر این مملکت دور بکنیم، از سر مردم خودمون دور بکنیم، هیچ راهی نداریم جز تشکیل یک نیروی آلترناتیو، یک نیروی وسیع که این حکومت رو کنار بزنه، این حکومت رو پایین بکشه، این حکومت رو سرنگون بکنه. راه دیگری نیست. تمام طرحهایی که به اشکال مختلف شما پیش اشاره کردید و منم توضیحاتی خدمتتون دادم، اینا بازی دادن ماست، بازی دادن مردمه، بازی دادن سرگرم کردن اپوزیسیونه. اینا طرح جدی نیست برای نجات مملکت ما. و من امیدوارم که به واقع ما این بحث ها رو بتونیم در یک شرایط مساعدتر، در یک چه میدونم، در رسانه ها، در رسانه شما. من اون بارم خدمتتون عرض کردم که اگر من اسامی هر کسی رو میارم، من میدونم شما به این مسئله اعتقاد دارید، از فرد به موضع گیری فردی انتقاد میکنم، خواهش میکنم ازتون باز دعوت بکنید ما رو در رو با هم صحبت کنیم. ما وقت زیادی نداریم، 37 سال گذشته، ما فقط شاهد و مفسر جنایات و به اصطلاح این وضعیت اسفناک کشورمون بودیم. ما روزنامه نگار نیستیم، ما عناصر وابسته به نیروهای سیاسی هستیم. نیروی سیاسی هم تو که عرض کردم وظیفش کار اجرایی کردنه. کدوم وظیفه امروز مهمتر از این نمیتونه باشه که شما برای نجات مملکتت باید دست به اقدام بزنی؟ این اقدام اشکال مختلف داره و طبیعی اصلی ترین شکلش ایجاد ارتباط با مردم کشوره، دادن روحیه و تشویق کردن اونها و حمایت از اونها برای حضور در صحنه مبارزه در برابر این حکومت، و اونا بدونن که این اقدامی که میخواد صورت بگیره روشنفکران، سیاسیون و مبارزان کشورشون پشت سرشون هستن. اونا به صورت متحد و یک پارچه در کنار هم قرار گرفتن و تونستن جهانیان رو متوجه مسائل ایران بکنن و دنیا رو وادار کردن که ازشون حمایت بکنن. دنیا در این حال واقعیتش اینه که دنیا هم نمیخواد که ما این کار رو بتونیم انجام بدیم. و اگر ما خودمون تصمیم نگیریم، خودمون اقدام نکنیم و این پراکندگی همچنان در بین ما جاری باشه و باقی بمونه، واقعیتش اینه که آینده کشور ما بسیار بسیار نگران کننده و تاریکه. جناب بهبهانی عزیز در خدمتتون. ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. منم در حقیقت قصد این بودش که به همین نقطه برسم، اما مسئله اینه که راهکار ما کدام است. خب ما شاهد یه سری حرکت ها بودیم و شما هم همیشه تو این نوع فعالیت ها الان خودتون اعلام کردید که حتی در نشست حزب مشروطه ایران که در آلمان برگزار میشه، من از آقای پاشایی باش صحبت کردم هفته گذشته، گفت آلمانم قرار شد که این هفته که میاد یک گزارشی از این سفرش به ما بده ببینیم که اونجا چه گذشت. این نشست های این گونه ای چه چیزی رو، چه دستاوردی داره؟ ما هر بار که این نشستا رو دیدیم بعدش متوجه شدیم که از سودرش اختلاف اومد بیرون، به جای اینکه این گسترده تر بشه، جذب نیرو بکنه، یه جور همونی هم که هست میشکنه. بریم سمت آسیب شناسی این داستان. این رو با توجه به تجربه شما و شناختی که دارید، فعالیتی که میکنید و حضوری که دارید، ببینیم که شما اینو چجور میبینید؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا به جای اینکه این گسترده تر بشود، هر بار بعد از این نشستا فرقی نمیکنه که چه نهله فکری هست، شما الان به چپ ها نگاه کن، مثلا به حزب کمونیست کارگری نگاه کن، ببینید که این حزب از زمان سال 2000 ظرف این 15 سال
مرگ منصور حکمت تا الان ببین چقدر این داستان خورد شده. یه روزی یه حزب فعال بود، قوی کار میکرد، الان هیچی ازش باقی نمونده. اون یکی رو نگاه میکنی همینجور، اینو در چی میبینی؟ اینم برامو اگه میشه توضیح بدی خوشحال میشه. خواهش میکنم. ببینید جناب بهبانی عزیز، مسئله آسیب شناسی از اپوزیسیون ایران کردن، خب اونم امر به اصطلاح یه مقدار ساده نیست، ولی اجازه بدید که در رابطه مثلا با اون قطب یا بلوک چپ ها مثلا الان صحبت نکنیم، چون واقعیتش اینه که در بین چپ ها، چپ به معنای نیروهایی که به اصطلاح سوسیالیستن و خواهان سازش با جمهوری اسلامی ایران نیستن. واقعیتش اینه که من نیرویی که امروز خودش چپ بدونه، چپ به معنای واقعی، نه اینکه مثلا سازمان اکثریت و حزب توده اینا که چپ نیستن، اونا چپی که منتقد نظام کنونیه، مثلا مخالف این نظمی است که الان تو دنیا وجود داره به یک عبارت، و مخالف اون سیستمی است که در ایران حاکمه. منظورم اون چپ هست با ایدئولوژی مارکسیستی یا لنینیستی یا هر چیز دیگر. اونا این مشکل ندارن، یعنی کوچکترین توهمی نسبت به رژیم ندارن که این رژیم اصلاح میشد و اینا، میگن سرنگون میش باید بشد و برد و اینا، منتها خب مشکلات اون چیز دیگه است. من برمیگردم به این بخش از نیروی اپوزیسیونی که در طی این 10 ساله اخیر لاقل بیشتر شکل گرفتن. شاید بتونیم بگیم اپوزیسیون دموکراسی خادم، اپوزیسیون آزادی خواه، اپوزیسیون لیبرال، اپوزیسیون سکولار، اپوزیسیونی که لاقل به ظاهر همشون میگن که ما خواهان به اصطلاح دموکراسی هستیم، طرفدار منشور حقوق بشر هستیم، طرفدار انتخابات آزاد هستیم و چیزای از این دست. منتها در اون اینها دو قسمت هستن. یک قسمت اینها صحبت از منشور حقوق بشر میکنن ولی از یک رژیم استبدادی هم دل میبندن. مثلا افرادی مانند آقای فرخ نگهدار و سازمان اکثریت اینا، اینا رسما حتی از خامنه ای هم دفاع میکنن در بعضی از مواقع. و اتفاقا همین شرایطی که الان درام به وجود اومده، مسئله همکاری بین روس‌ها و ایرانی ها مورد تایید اینها هم هست. من با اینها نمیخوام بپردازم، اما واقعیت اینه که بخشی از این نیروهای بزار دموکراسی خواب و سکولار و دموکرات، اینها خواهان براندازی رژیم نیستن و اعتقادشون این هستش که ما با طرح مثلا شعارهای دموکراتیک و شعارهای مثلا مسائل شعارهای مطالباتی میتونیم این رژیم رو تغییر بدیم به مرور، چون اینها معتقدن هر نوع به اصطلاح انحلال طلبی، هر نوع خواست برانداختن این رژیم همراه با خشونته. در تنها بهانه‌ای که میگیرن اینه، در صورت که این واقعیت نداره به هیچ وجه. بنده اگر با این با همه احساساتم و با همه تلاشم دارم تلاش میکنم که اون چیزی که به نظرم درست میرسه به خدمت شما عرض بکنم، ابدا موافق خشونت نیستم و فکرم میکنم که اگر روزی ما بتونیم سازماندهی رو بکنیم که هموطنان ما در سراسر ایران بهش با گشاده رویی برخورد بکنن، بهش اعتماد بکنن، ما در یک اعتراض سراسری میلیونی به راحتی این رژیم رو میتونیم ساقط بکنیم. یعنی شما مجسم بکنید در یک روز معین میلیون ها شهروند ایرانی از خراسان و نمیدونم بلوچستان گرفته تا کردستان و جنوب ایران، از شمال ایران تا بندرعباس و در تهران، همه شهرها و استانهای بزرگ بیان تو خیابون. رژیم چیکار میتونه بکنه؟ اون زمان رژیم بخشش یا تسلیم مردم میشن به طور قطع، یا اینکه فرار میکنن یا خودکشی میکنن. سرانجام حکومت نازیستی هیتلر به کجا کشید؟ وقتی که اون لحظه به اصطلاح شکست نزدیک شد، رهبران نازیستا چیکار کردن؟ اینها که از اونا قوی تر نیستن. بنابراین ما بدون اینکه بخوایم یک قطره خون از دماغ یک هموطنمون بیرون بریزه،
معتقد هستیم که اگر اون سازمان اپوزیسیونل، اون تشکیلات، اون نیروی آلترناتیو قابل اعتماد به وجود بیاد و مردم بهش دل ببندن و اعتماد بکنن، پایین کشیدن این رژیم در یک روز عملی خواهد شد. خب در نتیجه تمام تلاش ما این استش که بتونیم یک چنین شرایطی رو پیش بیاریم. بنده سه سال پیش، حدود سه سال پیش، در خدمت تعدادی از دوستان دیگر که آقای دکتر نوریالا به عنوان یکی از چهرهای اصلی اون جمع بود، در جلساتی شرکت کردم که دنباله تلاش‌هایی بود که در طی حداقل 10-15 سال اخیر انجام گرفته بود برای به وجود آوردن یک نیروی متشکل و زمینه‌سازی برای اتحاد اپوزیسیون. راحت‌تر خدمتتون بگم، پیش از اون به هر حال من این بحث‌ها و مسائلی که بخصوص آقای نوری علا مطرح می‌کرد دنبال می‌کردم و وقتی که وارد اون جلسه شدم به این نتیجه رسیدم که گفتمان سکولار دموکراسی میتونه به عنوان یک پلتفرم منطقی برای تمام بخش‌های اون بخش از اپوزیسیون و اون نیروهای مخالفی باشه که خواهان برانداختن رژیم ایران هستن، چه کمونیست باشن، چه سوسیالیست باشن، چه سوسیال دموکرات باشن، چه مثل حزب مشروطه لیبرال دموکرات باشن، چه جمهوری‌خواه باشن، چه طرفدار نظام پادشاهی باشن، چه حتی مسلمان باشن، مذهبی باشن، چه با احزاب سازمان‌های وابسته به قوم‌های مختلف هم ایرانی باشن، همه میتونن بر اساس پذیرش این گفتمان با هم یک جبهه رو تشکیل بدن و این رژیم رو پایین بکشن. این اعتقاد رو هنوز دارم، یعنی معتقدم گفتمان سکولار دموکراسی یک راه حل منطقی و مورد پذیرش همه میتونه باشه. ضمن این که به نظرم هم میاد که در ایران هم حتی مردم این رو بیشتر از همه میپسندن، اینو بیشتر منطقی تر میدونن تا سیاست های دیگه، گفتمان های دیگه، طرح های دیگه و موضوعاتی که دربارش صحبت کردیم. ما اومدیم، خود شما هم تشریف داشتید، اولین اومدیم جمع شدیم در واشنگتن، کنگره رو برگزار کردیم، در اونجا این بحث رو دوباره مطرح کردیم و چون ماها بخشی از این جنبش بودیم، بخشی از این آدمایی بودیم که چنین تفکر رو داشتیم، اونجا خودمون رو سازماندهی کردیم. 7 نفر بین خودمون انتخاب کردیم که به عنوان بخشی از این جنبش، بخشی از این گفتمان فعالیت خودمون رو پیش ببریم. وقتی هم که از اون کنگره برگشتیم با جلسات هفتگی که برگزار کردیم، مسئولیت هایی که بین خودمون 7 نفر به اصطلاح تعیین کرده بودیم، به فعالیت پرداختیم. یکی از فعالیت های ما این بود که مراجعه بکنیم به سایر سازمان های سیاسی که در اون کنگره نبودن و ازشون دعوت کنیم و بیاییم باز هم با اونا وارد یه گفتمان بشیم و این تشکیلاتی که به هر حال به وجود اومده بود در واشنگتن این رو گسترش بدیم و این کار صورت گرفت. ما یه مجمعی رو ساختیم به نام مجمع سازمان‌های سکولار دموکرات که از هر سازمانی که به سکولار دموکراسی اعتقاد داشت 2 نماینده رفتن تو اون مجمع نشستن که باز تلاش بکنن به کمک همدیگه این گفتمان رو و این تفکر رو گسترش بدن و به مرور شاید همین مجمع سازمان های سکولار دموکرات تبدیل بشن به اون نیروی آلترناتیو. به هر حال در ماهای اول همه چی خوب پیش رفت، ولی بعدا معمولا این هستش که وقتی شما یک جمع سیاسی رو تشکیل میدید باید در رابطه با مسائل سیاسی ایران هم مرتب به هر حال به نوعی واکنش نشون بدید، موضع گیری بکنید، تشکیلاتتون رو به اصطلاح گسترش بدید، ارتباطاتتون رو گسترش بدید، امکاناتتون رو بیشتر بکنید و این ارتباطات بتونه به مرور شما رو تبدیل به اون نیروی آلترناتیو بکنه دیگه. نیروی آلترناتیو یعنی که شما در اثر فعالیت ها و تلاش های خودتون اعتماد جلب بکنید و به مرور مورد توجه و مورد تایید و پذیرش جامعه قرار بگیرید تا اینکه بتونید وقت نقش خودتون رو به عهده بگیرید. این که من از همین الان بگم من معتقدم باید یه نیروی آلترناتیو به وجود اومد بعدم برین، خب حالا من اگر 4 نفر شدیم آلترناتیویم، این نیست. این 4 نفر باید 8 نفر بشن، باید 80 نفر باید بشن، باید 800 نفر باید بشن، باید 8000 نفر بشن تا اینکه این بتونه به نوعی نمایندگی
جامعه رو به عهده بگیره. اما در طی این مدتی که ما فعالیت خودمون رو تو مجمع سازمان های سکولار دموکرات پیش بردیم، متوجه شدیم که در پاره از موارد برخی از این دوستانی که نماینده سازمان های سیاسی هستن در رابطه با مسائل ایران طور دیگری می اندیشن. ما چند تا تعریف از خودمون داشتیم که آقا ما سکولار دموکرات انحلال طلبیم، یعنی ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما سکولار دموکرات هایی هستیم که میخوایم نیروی آلترناتیو درست بکنیم، در صورتی که اون سازمان هایی که نمایندگانشون اومده بودن تو مجمع هر کدومشون به تنهایی میگفتن ما خودمون آلترناتیویم، و در این حال بعضی از اونها هم میگفتن نه آقا ما انحلال طلب نیستیم. اگر اینو به صراحت هم نمیگفتن ولی در عمل اینطوری بود، چون سازمان های مادر اینا در ایران مطالبه محورن، انحلال طلب نیستن، و در نتیجه اگر ما بر مواردی اگر میخواستیم بیانیه‌ای بدیم، اگر میخواستیم حرکتی بکنیم، در مورد این دو موضوع مشکل داشتیم. یعنی ما نباید تبلیغ بکنیم بر اینکه اون نیروی آلترناتیو اصلی باید به وجود بیاد، و ما نباید بگیم که حکومت اسلامی ایران باید سرنگون بشه. این مشکلی بود که ما در پروسه این فعالیت 3 سالمون باش مواجه شدیم. در نتیجه چیزی که الان به فکر ما میرسه، به فکر افرادی مانند من که وابسته به هیچ حزب گروهی نیستم، اما برای آینده کشورم یک نظام سکولار دموکرات آرزو میکنم. خواهان این هستم که در آینده حکومت در بعد از این حکومت اسلامی یک نظام سکولار و دموکرات بر سر کار بیاد که همه در این حال تمام احزاب و سازمان های سیاسی که حالا یا خودشون آلترناتیو نمیدونن یا آلترناتیو میدونن بتونن آزادانه در جامعه فعالیت بکنن، آزادانه شانس خودشون رو برای انتخاب شدن، برای مدیریت جامعه، برای تشکیل دولت، برای رفتن به مجلس به معرض به اصطلاح قضاوت جامعه قرار بدن. ما ابتدا باید اون نظام و اون امنیت رو به اون چارچوب به وجود بیاریم، اون وقت بریم برای کسب قدرت حزب و سازمان های خودمون تلاش بکنیم. برداشت بعضی از این دوستان این بود که بنابراین اگر ما بخوایم بیایم بگیم که خب ما یه آلترناتیو بخوایم با هم دیگه درست بکنیم، عملا نقش سازمان و حزب خودمون رو که در ایران مثلا مثل جبهه ملی ایران در ایران وجود داره، نقش اون رو نفی کردیم. چون بسیار از کسانی که عضو جبهه ملی ایران هستن معتقدن که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مردم مثلا به جبهه ملی رأی میدن. خب این تفکر غلطیه به نظر ما و نه عملیه و نه درسته. در فردای ایران هم ما معتقد نیستیم که یک حزب به طور مطلق یا یک گرایش به طور مطلق باید بیاد قدرت رو در دست بگیره. معتقد هستیم که این رأی مردمی که بر اساس برنامه‌های سیاسی احزاب مختلف مدیران خودشون رو، اداره کنندگان جامعه خودشون رو برای هر دوره 4 ساله انتخاب میکنن، مانند تمامی کشورهای متجدد و متمدن دنیا. معذرت. بنابراین ما سر این موضوع الان میتونم بگم که به یک مانع برخورد کردیم که ما افراد منفرد به سادگی نمیتونیم نمایندگان سازمان های سیاسی که به ظاهر میگن ما هم سکولاریسم رو قبول داریم هم دموکراسی رو، در جهت ساختن نیروی آلترناتیو عمل بکنیم. ولی با تمام این تفاصیل ناامیدم نیستیم، تلاش خودمون رو میکنیم. یعنی همون تشکیلات مجمع سازمان های سکولار دموکرات که وجود داشت و الان یه مقداری به اصطلاح یه مقداری شاید مانند گذشته فعال نیست، این شرایط براش پیش اومده، اون رو سعی میکنیم که همچنان فعال نگه داریم. اما معتقدیم که باید ما سکولار دموکرات های منفرد هم برای خودمون یک تشکیلات درست بکنیم. در نتیجه من امیدوارم این به معنای آسیب شناسی به عنوان پاسخی به پرسش شما باشه. در نتیجه الان تلاش ما این هستش که عناصر منفرد سکولار دموکرات رو بتونیم باشون در ارتباط قرار بگیریم، ازشون دعوت کنیم که اون سازمان یا تشکیلاتی که ماها رو میتونه توش سازماندهی بکنه اون رو به وجود بیاریم،
فعالیت‌های بیرونی خودمونم با سایر سازمان‌های سیاسی همچنان ادامه بدیم، همچنان رایزنی بکنیم. وقتی بنده مثلا به عنوان بنده و آقای دوست عزیزم آقای احمد تاج‌الدینی مأموریت پیدا می‌کنیم از طرف جنبش سکولار دموکراسی که بریم تو کنفرانس سالانه حزب مشروطه، یعنی ما در این حال می‌خوایم بریم اونجا با اونا صحبت کنیم، با اونا رایزنی بکنیم. به واقع بنده و آقای تاج‌الدینی در طی اون دو روزی که در اون کنفرانس حزب مشروطه بودیم همین مسائل اونجا مطرح کردیم. برای حتی این حزب با تمام این اشکالاتی که از نظر ما درش وجود داره آرزوی موفقیت کردیم و امیدواریم که واقعا این حزب بتونه مشکلاتش رو و به اصطلاح موانعی که در راه داره رو برطرف بکنه و به واقع تبدیل به یک حزب لیبرال دموکرات باشه. اگرچه بنده لیبرال دموکرات نیستم، اما در فردای ایران معتقدم باید حزب لیبرال هم وجود داشته باشه. اونها بتونن در صحنه سیاست کشور فعالیت بکنن، عضوگیری بکنن، تبلیغات بکنن و در نهایت بنده هم مثلا با دوستان دیگرم فردا ممکنه در این حزب سوسیال دموکرات عضو بشیم. ما هم بریم در اونجا تبلیغ بکنیم، برنامه خودمون رو ارائه بدیم مانند تمام کشورهای به اصطلاح هم کردن متجدد و پیشرفته و سیاست ها و برنامه های خودمون رو در اختیار مردم قرار بدیم و مردم باشن که تعیین بکنن این حزب یا اون حزب. بنابراین اگر من بخوام حرفامو جمع بندی بکنم اینه که آسیب شناسی که به هر حال شاید بارها در موردش صحبت شده، من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم، بخشی از این مشکلات ما که برمیگرده به مسئله پراکندگی ما میتونه به خصوصیات فردی ما مربوط باشه، میتونه به وابستگی های همراه با تعصب ما به سازمان ها و احزابی که درش هستیم مربوط باشه، میتونه عوامل دیگری هم باشه. واقعیت اینه که به هر حال جمهوری اسلامی که بیکار نمی نشینه جناب بهبانی عزیز، و وقتی هم که در عرصه فعالیت های دموکراتیک شما حضور داری و شرکت داری باید این را هم بپذیری و این آمادگی را هم داشته باشی که کسان دیگه هم در لباس مخالف رژیم میتونن بیان در کنار شما قرار بگیرن، با شما رقابت بکنن، در برابر شما بیستن، شما را نقد کنن و غیره و غیره. اینها عواملی است که به نظر من در صحنه فعالیت های سیاسی ایران وجود داره، ولی ما باید هوشیارانه و با دقت راهی رو که اصولیه و درسته اون رو پیدا بکنیم و پیش بریم و مطمئن باشیم که اون چی که با واقعیت ها تطبیق داره، اون چی که بر اساس صداقت و صمیمیت و با هدف های به اصطلاح سالم بخواد پیش بره موفق خواهد شد. ما شکی نداریم اون چیزی که بنده خدمتتون عرض میکنم در رابطه با مسئله سکولار دموکراسی به عنوان یک گفتمان اساسی، به عنوان یک راه حل برای مشارکت همه نیروهای مخالف در برابر جمهوری اسلامی، به واقع نتیجه 37 سال فکر و اندیشه و مبارزه و تجربه است. امروز هیچ کس از جریانات چپ کمونیست و سوسیالیست بگیرید حتی تا جریانات مذهبی نمیان بگن که ما با مسئله جدایی مذهب از حکومت مخالفیم. ممکنه در نهایت اون چیزی رو که پیشنهاد میدن، اون چیزی رو که عمل میکنن به نوعی مخالفت با این موضوع باشه، اما در عمل و در ظاهر چنین مخالفتی رو بیان نمیکنن. چون اگر کسی امروز بیاد بگه من همچنان برای فردا ایران یک نوع حکومت مذهبی دیگه میخواهم، خب میدونه با واکنش منفی مردم روبرو میشه. اگر امروز کسی بیاد بگه من با دموکراسی مخالفم، میدونه با واکنش منفی مردم روبرو میشه. اگر کسی بگه من با منشور حقوق بشر مخالفم، میدونه با واکنش منفی مردم روبرو میشه. در نتیجه امروز سکولار دموکراسی هیچ مخالفی نداره و به همین خاطره که مقامات جمهوری اسلامی الان دیگه نمیان بگن که منافقین دشمن مثلا انقلابن یا مثلا طاغوتی ها در اصطلاحی که به کار می بردن یا مثلا طرفداران سلطنت مخالفه انقلاب ایران هستن، چون می دونن که اونها جایگاهی به اون معنا مانند گذشته ندارن، موقعیتی رو ندارن که بخوان یک چنین خطری رو برای رژیم به وجود بیارن. و به همین خاطر شما از زبان بالاترین مقام این حکومت اسلامی علی خامنه‌ای گرفته تا از زبان بسیاری از شخصیت‌های دیگه این رژیم
علیه سکولاریسم، که الان دیگه سکولار بودن به معنای ضد انقلابه، میگه اینا سکولار ها هستن. حتی وقتی که با هم دیگه میخوان دعوا بکنن میگن که اینا دارن اندیشه های سکولار ها رو میخوان پیش ببرن در جامعه، و سکولار ها از نظر اونها معلومه وابسته به غربن، وابسته به امریکان، وابسته به صهیونیست بین الملل و غیر ذالک. بنابراین صحبت هم اینه که ما راهمون به نظر راه اصولی و منطقی رو پیش کشیدیم، انتخاب کردیم، و امیدواریم که با همه این محدودیتایی که برای وجود داره، با کمک و همیاری هموطنانمون و اون دسته از فعالان سیاسی که به یک چنین راهی اعتقاد دارن، بتونیم این راه رو پیش ببریم. عرضی ندارم. شرمنده خستتون کردیم آقای. خواهش من سرما خوردم جناب ولی میبخشید اگه صحبت. عرضم به حضور شما که بله بسیار جامع بود، اما اجازه بدید که یک جنبدی از این بحثمون بکنیم و از خدمتت مرخص بشیم. به حال شما از چندین فاز وارد قضیه شدید، موضوعات رو مطرح کردید، شرایط نیروهای اپوزیسیون رو تعریف کردید، ولی اون چیزی که پیش روز، اون چیزی که صفحه مقابل به ما نشان میدهد وضعیت داخل ایران است و این بازی که نمیدونم روسیه و ایران و اینها را انداختن و حمایت بی‌دریغ روسیه از داستان و اینکه بالاخره در اونجا چه اتفاقی داره میفته و این رجزخانی هایی که برای سعودی میکنن. امروز دفتر خامنه‌ای هم گفته که این اونا رو ول نمیکنه، خانواده آل سعود رو ول نخواهد کرد. برابری زمینه داره میره به سمت یه جنگی، حالا نمیدونیم که این جنگه واقعا اون شیوهی که اینا انقدر تندش میکنن به همین غلیظیست که این هم میگه روبی رو که داره تعریف میکنه همه غلیظه که بیانش میکنه یا کدام است. بنابراین شرایط پیش رو یا وضعیت معیشت مردم، اقتصاد، خودشون اینا رو میگن و میگن که نمیدونم به سمت بحران می روید، که به باور من به سمت بحران نمی رود، درون بحران هست و ایران به راستی به گل نشسته و هیچ جزرومت دریایی هم من فکر نمی کنم بتونه اینو از این شرایط بیرون بکشه، از این گل به نشستگی اینو بتونه بیاره به سطح آب و بتونه به حرکت خودش ادامه بده. و به حال این اتفاق دیر یا زود میفته تو مملکت و اون چیزی که اون ازش وحشت داره همین قیام مردمه که تو خیابون بیان یهو گر بگیره، ولی اون چیزی که این رو در حقیقت به تعویق میاندازه اینه که ما مثلا در 88 به باور من در عاشورای 88 نظام جمهوری اسلامی فرو ریخت، ولی چون دستورالعملی برای مردم وجود نداشت، نیرو و رهبری وجود نداشت که بعد بهش بگی حالا باید چی کار کنی، در نتیجه اون چیزی رو که به دست آورده بود همونجا رهاش کرد و رفت خانش. این شرایطی که وجود داره به نظر من تا یک سازمانی، تا یک تشکیلاتی قوام پیدا نکنه و نتواند این حرکت رو به پیش ببره، حتی اگر مثل معلم ها که امروز اومدن نمیدن تظاهرات رو سکوت کردن رفتن تو اداره آموزش پرورش در آیتو بستن، معلم ها چهار تا معلم اونجا جمع شدن، این هیچ وقت نمیتونه گور بگیره. سوال آخرم از شما این است که جامعه‌ای که داره به این سمت حرکت میکنه به لبه پرتگاه، شما چند بار اشاره کردی به این داستان، در این لبه پرتگاه قرار گرفته، به همون اندازه هم اصلا نظام جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه قرار داره. اینجور نیست که فقط ایران اینجور باشه اون نظامه سر جاش باشه، به نظر من اصلا نظام جمهوری اسلامی خودش بنیادش در لبه پرتگاه است، یعنی اگه انگوش بش بزنی اون بالا میفته. اگر جنگی صورت بگیرد سوالم اینه، فکر میکنی که مردم مثل جنگ عراق
میرن پشت داستان قرار میگیرن، یعنی امیدش در این قضیه است. اینو چجوری میتونی تحلیل کنی و این شرایط پیش رو که پرتگاز و نبود یک آلترناتیو واقعی، بازم میپرسم جام جهان نما لازم داری که ببینی تو صفحه، ببینی که این واقعا به کجا میبره منو. ایران به تکه تکه میشود و برای اینکه این اتفاق نیفته راه حل نهایی چیست؟ چه باید کرد؟ کدام است؟ بازم برگردم به روی چه باید کرد. ممنونم ازت. ببینید آقای بهبهانی، دنیای امروز ما دنیای واقعا پیچیده ایه، یعنی نسبت به دو دهه گذشته، سه دهه گذشته خیلی تفاوت اساسی کرده. این اتفاقات که الان در منطقه میفته نشون دهنده این پیچیدگی هاست. شما الان نگاه کنید، این گروه داعش از شهروند روسی توش هست تا شهروند سوئدی، آمریکایی، آلمانی، انگلیسی، اتریشی، اسپانیایی، از سراسر دنیا رفتن تو گروه داعش، دارن اونجا میجنگن. بسیار از اینا که این چهره هاشون پوشیده است و حتی ریشه های بلند دارن، الان معلوم شده که این ریشه ها مصنوعی بعضی از اینها. یعنی اینه که به هر حال اون کسانی که عوامل سازماندهی این گروه بودند به اتکا به امکانات مالی و اقتصادیشون و امکانات تسلیحاتی که در اختیار اینا گذاشتن تونستن یه چنین نیروی رو به وجود بیارن. من اولش هم خدمتتون عرض کردم الان گروه داعش یه قدرت جهانیه. همه از آقای اوباما بگیریم، همه سیاستمداران دنیا میگن آقا جنگ با داعش فعلا ادامه خواهد داشت سالهای سال. خب اگر ایران هم فردا بخواد به عنوان یک جریان شرکت کننده در این جنگ پیش بیاد، شما اشاره کردید که آیا جوانای ما بهش ملحق میشن یا نمیشن، من باهاتون موافقم که به هر حال نسل امروز در ایران با نسل 40 سال پیش فرق میکنه و به خصوص اون بخش از ایرانیان که در شهرهای بزرگ زندگی کردن اینها و تفاوتهایی دارن. اینها این نسل اصلا آرمانگرایی به یک معنا نیست. آرمانگرایی هم چیزای خوبی داره، چیزای بدی هم داره. اما با همه این تفاصیل من فکر میکنم که با جوامع شرقی، جوامع مانند ایران، حکومت‌های مانند حکومت اسلامی ایران به راحتی میتونه از طرق مختلف جوانها رو و مردم رو یا بخشی از مردم رو وارد جنگ بکنه. تو جنگ 8 ساله ایران و عراق هم که آقای بهبهانی همه مردم ایران نبودن، بخش زیادی از روستایی ها بودن، بخش زیادی از شهرهای کوچک ایران بودن که نیروی اصلی تو جبهه رو تشکیل میدادن. خب تعدادی از ارتشی ها بودن که از ارتش شاه باقی مونده بودن هنوز، تعدادی هم از شهرهای بزرگ بودن، تعدادی بر اجبار میرفتن. بسیار از اینا که میرفتن تو جنگ و کشته میشدن، بعدا تبدیل شدن به شهید و بعد خانواده شهید و غیر و ذالک، اینا با تصمیم شخصی خودشون که نرفتن، کارمند ادارات بودن، میگفتن تو باید بری دو ما جبه، اگه نری بیرونت میکنن، اگه نری حقوقتو بهت نمیدن. و بعضی فکر میکردن که خب میرن جبهه، دو ما سیگه میرن میمونن، بعد برمیگردن امتیاز میگیرن، امکانات بهتری رو ممکنه به دست بیارن برای زندگی آیندهشون. ولی میرفتن و اونجا گیر میافتادن تو اون باتلاق، بسیار از اونا کشته. به هر حال نزدیک به 700-800 هزار نفر ما معلول جنگی و کشته جنگی داریم دیگه. خب اینها هر کدومشون به شکلهای مختلف به جبهه رفتن. بنابراین به نظر من این بارم اگر پای ایران به جنگ کشیده بشه، اگر کشیده بشه، به نظرم این اتفاق میتونه بیفته. شما به طرق مختلف میتونید هنوز حس کنید که در بسیار روستاهای ایران، شهرستانهای دورافتاده ایران، شهرهای کوچک، تعصبات به اصطلاح مذهبی، تعصبات فرهنگی به نوعی به حال هست و اینا تأثیر گذاره. اینی که باید چه بکنیم، من تاکیدم چندین بار خدمتتون عرض کردم، اوضاع ایران اوضاع وخیمی است.
این اوضاع، عرض کردم اگه وارد جنگ هم نشیم مملکت ما رو فلج خواهد کرد، و دلیلش هم اینه که این حکومت احساس امنیت داره، یعنی میگه اگه مردم به قول شما مثل سال 88 اگه بیان بیرون با سرکوب و به اصطلاح خشونت میتونیم مردم رو عقب برونیم، چون کسی نیست که این جریان رو بخواد سازماندهی بکنه یا هدایت بکنه، و در نتیجه رژیم با همین خیال و با توجه به این بخش از اپوزیسیون مطالبه محور و اصلاح طلب که نیروی کمکی این رژیم به یک معنا در داخل و خارج کشور، تونسته تا به حال بار خودش رو بکشه. اگر ما نتونیم، اگر ما کسانی که مخالف این حکومت هستیم، اگر ما کسانی که به این حقیقت پی بردیم که حکومت اسلامی عامل تمام این وضعیت نابسامانی است که در ایران و در منطقه به وجود اومده، نتونیم در برابر این خودمون رو آماده بکنیم، نتونیم با مردم در ارتباط قرار بگیریم، نتونیم برنامه برای کنار زدن این رژیم ارائه بدیم و اونو عملی بکنیم، در نتیجه وضعیت کشور ما یک وضعیت تاریکی خواهد شد، همونطور که شما بهش اشاره کردید. این خوشخیالی که امروز در جامعه ما به وجود اومده به نظر من ناشی از یک پروسه کار فرهنگی است که حکومت اسلامی و کار روانشناسانه واقعا روی مردم انجام داده. ما این مردم رو باید، البته این رو من خدمتتونم باز بگم، واقعیت اینه که در اون مملکت هنوز کسانی هستن که هوشیارن، زندن، آمادن و میخوان کاری بکنن، ولی در برابر حکومت اسلامی ایران ایستادن میبایستی که از یک سازماندهی، از یک رهبری، از یک به اصطلاح قدرتی انرژی بگیرن، تأثیر بگیرن، راهنمایی بگیرن تا اینکه بتونن کاری رو انجام بدن، تا اینکه بتونن در صحنه مخالفت با جمهوری اسلامی حضور پیدا بکنن. همه این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم باز برمیگرده به این مسئله وظیفه اساسی ما، که ما باید خودمون رو سازمان بدیم، که باید اون نیروی آلترناتیو رو بسازیم، که باید راه‌های ارتباطی خودمون رو با مردم کشورمون فعال بکنیم، برقرار بکنیم، از این وضعیت از هم پاشیده و آشوب زده باید بیرون بیایم. آقای بهبانی عزیز، شما الان نگاه کنین، ما بخوایم با مردم صحبت بکنیم، از کدوم رسانه صحبت بکنیم؟ و بعدم با این کارهایی که صورت گرفته، شما الان در ایران بخش اعظم مردم کشور ما مشغول تماشای رسانه‌ای هستن که جز سرگرم کردن اونها، جز نمیدونم به انحراف کشیدن ذهن اونها، چیز دیگر رو بهشون نمیده. درسته که تلاشگرانی مانند شما از طریق رسانه‌شون، ویدیوهایی که تهیه میکنید، کارهایی که میکنید، یک ارتباطاتی رو برقرار میکنید، اینا بسیار مؤثره. به خاطر همین هم است که الان من و شما 2 ساعت داریم با هم حرف میزنیم، یا نزدیک به 2 ساعت داریم با هم صحبت میکنیم، چون فکر میکنیم همین صحبت‌ها رو اگر 10 نفرم بشنون مؤثره. اون 10 نفرم با 10 نفر دیگه میتونن صحبت بکنن و به همین ترتیب. اما ما باید بریم پای ایجاد یک رسانه واحد به نام اپوزیسیون، به نام مخالفین حکومت اسلامی ایران، به نام کسانی که میخوان رژیم رو بر بیاندازن. ما نمیتونیم بیام تو این تلویزیون، شما الان عرض کردم این مسئله که همین سر جریان معلم‌ها را افتاد، حالا فردا سر دیگه را میفته که آقا کمپین را بندازیم این فلان. الان شما ببینید تو این کمپین سر معلم‌ها کیا بودن؟ شاهزاده رضا پهلوی بود، حزب مشروطه بود، نمیدونم آقای شریعت مداری بود، تمام جریانات اصلاح طلب بودن، اتحاد جمهوری خواهان بودن، همه اینا بودن که میگفتن آقا پشتیبانی بکنیم از این معلمانی که اعتراض میخوان بکنن. خب چه شد؟ نتیجه چه شد؟ نتیجه هیچ. کوچکترین اقدامی برای رفع مشکلات معلم‌ها صورت نگرفت. ما به این دوستان توصیه میکنیم حتی اگر شما خواهان این نیستید که حکومت اسلامی بر بیفته، ولی با هم متحد بشید. ما حاضریم حتی از این مطالباتم پشتیبانی بکنیم، که اولش هم من خدمتتون عرض کردم
ما از هر مطالبه دموکراتیکی پشتیبانی میکنیم، اما زمانی این کار رو میکنیم که بدونیم یک قدرتیم، بدونیم وقتی پامونه میذاریم به سطح این صحنه به حکومت اسلامی ایران میگیم آقا این 7000 معلم اخراجی از استان خوزستان رو باید برگردونی سر کار، مزایاشون رو بهشون بدی، استخدام رسمیشون بکنی و مدارس ایران رو بودجه که شما برای عملیات نظامیتون میذارید، میلیاردها دلاری که خرج هزینه این سیاست‌های جنگ طلبانتون میکنید رو باید صرف مسئله آموزش پرورش بکنید، باید صرف مسئله درمان و بیمه های کارگران و کارمندان بکنید، باید صرف به اصطلاح حفظ محیط زیست رو بکنید. اون این کار رو بکنه، مجبور بشه بکنه، وگرنه با این پیام ها و با این اقداماتی که صورت میگیره در حد سایت و نمیدونم فیسبوک و صفحات فیسبوک و غیر و ذالک ما به جایی نمیرسیم. ما باید کاری بکنیم که این 5-6-7 میلیون ایرانی خارج از کشورم به کمکمون بیان. اگر این 7-8 میلیون، این 6 میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستند امیدوار بشن به یک پروژه سیاسی، به یک نیروی سیاسی به اصطلاح قابل اعتماد، همین ها اگر در شهرهای مختلف اروپا و امریکا بیان بیرون، همین دولت های غربی عقب نشینی میکنن با این بازی هایی که با جمهوری اسلامی دارن. منطقه وقت همین امروز من از اینجا اونجا شنیدم که هزارات که برای پشتیبانی از معلمان گذاشته بودن در یک شهری 15 نفر بوده، در یک شهری 10 نفر، در لس آنجلس 15 نفر بوده. شما اونجا بودید حتما بهتر میدونید، من نمیدونم. در استکهلم که من چیزی نشنیدم تا این لحظه. خب با یک چنین سازماندهی، با یک چنین موقعیتی که نیروهای مخالف در خارج از کشور دارن، چرا باید رژیم عقب نشینی بکنه؟ اگر شما بودید و من بودم، ما عقب نشینی میکردیم؟ ما مخالف جدی نداریم. یعنی منظورم رژیم میگه آقا ما که مخالف جدی نداریم، اینا سرگرمن، یه دم به هر حال حرفایی میزنن که این حرفاشون به نفع ماست، حالا چه بدونن چه ندونن، از مطالبات معلمان دفاع میکنن. خب دفاع کنید، من درس کردم آخوندام دفاع میکنن از مطالبات مطالبات همه گروه هایی که تو ایران هستن. مگه چی میخوان؟ طرف میگه آقا من نون میخوام، آب میخوام، کار میکنن، مزدم رو به من بدید. کی میتونه بگه که آقا من از تو دفاع نمیکنم، من از تو پشتیبانی نمیکنم؟ منتها ما به یه حکومتی رو در رو هستیم که اعتنایی به این مسائل نداره. کجای دنیا شما دیدید که سنت به تعویق افتادن 7 ماه 8 ماه 1 سال 2 سال حقوق کارگرا و کارمندا رو جامعه به نوعی بپذیره به همین سادگی؟ فقط در ایران، ایرانی که در دو دوره دولت آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار نفت فروختن، به معلم ها و کارگراش مزد نمیدن. این 800 میلیارد دلار کجا رفته؟ این فقط تو ایران اتفاق میفته و فقط تو ایرانی که اتفاق میفته که روشنفکران سیاسیونشون این واقعیت ها رو با عدد و ارقام میبینن و این وضعیت و این بلاها و مصیبت هایی که به سر مردم میاد رو میبینن، اما دلشون خوشه که ما میتونیم با طرح مطالباتمون در برابر این حکومت اوضاع رو بهبود ببخشیم. این شدنی نیست، این کمک به رژیمه، این کمک به حیات و حفظ نظامه. اینا همه باید جرأت بکنن بگن. اگر کسانی هستن که هنوز فکر میکنن که میتونن با طرح این مسائل و این شعارها در صفحه تلویزیون ها حاضر بشن به عنوان مخالف اپوزیسیون، ما مقصریم. ما مقصریم که در برابر اینا نایستادیم و نگفتیم و نپرسیدیم که این ادعا رو شما بر چه اساسی میکنید؟ چرا 37 ساله که شما مردم ایران رو معطل کردید؟ چرا 37 ساله که به مردم سراب نشون میدید؟ چرا 37 ساله که به مردم قول میدید، به اپوزیسیون قول میدید، به مردم قول میدید که ما میتونیم این کار رو از این طریق اوضاع ایران رو عوض بکنیم و اوضاع ایران روز به روز داره بدتر میشه و شما همچنان وایستادید سر اون حرفتون؟ رسانه های ملی، رسانه های مستقل، رسانه های غیر دولتی باید این افراد رو بایکوت کنن، همچنان که رسانه های دولتی، رسانه های وابسته به دولت های خارجی
امثال من رو بایکوت میکنن، امثال آقای نوری علا رو بایکوت میکنن، به دلیل اینکه سخنانی که از زبان آقای نوری علا در میاد جامعه رو میتونه آگاه بکنه، میتونه به پیش ببره، میتونه درش امید ایجاد بکنه، امید به این که ملت ایران روی پای خودشون بیستن، صرف نظر از اینکه قدرت‌های خارجی از این حکومت دفاع میکنن یا نمیکنن، صرف نظر از اینکه این رژیم نمیدونم قدرتمند یا ثروتمند یا هر چیز دیگه، این مردم به خودشون اتکا به نفس پیدا بکنن، جلوی این رژیم بیستن. من امروز از اون دوستی که در ایران هست میپرسم، گفتم که جریان اکسیون هایی که مربوط به معلمان هست چه خبر؟ گفت من خبر ندارم، مگه قرار بود اعتراضاتی صورت بگیره؟ فرد سیاسیه که داره به من اینجوری جواب میده، از تهران جواب میده. اون وقت شما ببینید آقای اصالو، آقای پیرزاده، آقای شریعت مداری، آقای رضا پهلوی، این دوستان دو سه ماه تمام این رسانه ها رو اشغال کردن، دارن مردم رو جلب میکنن به حساب خودشون برای حمایت از معلمان. ما قرار همه معلم ها رو سراسر کشور بیاریم بیرون. هیچ کس نمیره بپرسه آقای اصالو چی شد این خبری که شما دادید؟ چی شد این وعده که شما دادید؟ چی شد این وعده که این کمپین هایی که شما درست کردیم در طی این مدت؟ کی میره بپرسه؟ اونهایی که اون تلویزیون ها و اون رادیوهایی که میدون رو میدن به این افراد که این جامعه رو و این مردم رو به گمراهی بکشه، همدستان و همکاران اینا هستن. من در بین اینا اسامی رو آوردم، معتقد نیستم که اینا واقعا آگاهانه میخوان در جهت منافع رژیم عمل بکنن، اما این یک واقعیته. این دوستان اشتباه میکنن، اشتباهات اینا هولناکه، وحشتناکه، با سرنوشت 80 میلیون مردم یک کشور ارتباط داره، با سرنوشت یک کشور ارتباط داره. اینا باید پاسخگو باشن، اینا باید مسئول باشن در قبال راه حل هایی که نشون میدن، راهکارهایی که نشون میدن، و همش به بنبست میرسه و باز تکرار میکنن. شما اول برنامه گفتید که آقای شریعت مداری به شما گفته که من بودم که طرح مسئله انتخابات آزاد رو در ایران جا انداختم و رژیم قبول کرده. من برداشتم از سخنان شما این بود. خب این خیلی حرف بزرگیه. من اولم عرض کردم اگر آقای شریعت مداری این چنین ادعایی رو کرده باشه، من واقعا متاسفم، علی‌رغم همه ارادتی که خدمتشون دارم و احترامی که براشون قائلم. اما این حرف خطرناکه. این حرف به بیراه بردن جامعه است، گمراه کردن مردمه، ناامید کردن و سرخوردگی در ایجاد میکنه در جامعه و به عمر حکومت کمک میکنه. این یک واقعیتیه جناب بهبانی عزیز، عرضی نداره. آقا بسیار ممنون و متشکرم از اینکه بی پرده و بیرو دروسی حرف رو میزنی. من از این بابت بسیار خرسند و خوشحالم و میدونم که بالاخره باید یه جایی حرفش آدم بتونه بزنه و تمام گرفتاری ما سر همه رودروسی های بی خودی و بی جهته. ما همه این 40 سالی یعنی 14 دهه رو که جمهوری اسلامی نظام اهریمن توانسته بر سر کار بماند، من یکی از دلایلش رو همین رودروسی ها و همین اینکه آدم نتونه صراحت لهجه حرفشو بزنه میدونم. و خوشحالم که شما امروز با دلی پرخون در حقیقت و آرزوی ایرانی آباد و آزاد حرفاتو زدی و ما هم دعوت میکنیم از دوستان که بیان اگر مطالبو حس میکنن که خلاف است و میتوانن، ما از آقای اعتمادی هم دعوت میکنیم که در یک گفتگوی رو در رو مسائل رو با هم دیگه پیش بریم. آقای اعتمادی از حضورت سپاسگزارم، برای شما آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر که دوباره با شما گفتگویی دیگه داشته باشیم. ممنونم. ممنون از شما آقای بهبانی عزیز، سپاسگزارم. و گفتگوی با آقای حسن اعتمادی، امیدوارم که این گفتگوها کمک کنه. عضو در حقیقت هیئت دبیران نهاد هماهنگی جنبش سکولار دموکراسی ایران، اگر این برنامه برای شما یا مورد توجه شما واقع شد، لطف کنید لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سایرین بفرستید. اگر اکانتی در بالاترین داری
رو در بالاترین بذار، اگر ایمیل لیست بلند بالا داری از اون طریق اقدام کنی، به هر حال بتونیم با کمک همدیگه این کار رو پیش ببریم. به فیسبوک ما بیاید، ما همه لینک های برنامه رو در فیسبوک قرار میدیم. آدرس ما در فیسبوک از facebook.com/mihantv عدد 1. همین mihantv عدد 1 رو در تویتر میتونید دنبال بکنید. لینک های برنامه رو، فایل های صوتی و تصویری رو در این دو شبکه قرار میدیم. تصویری ها یوتیوب است، صوتی ها خوبیش اینه که حجمشون بسیار کمه، یعنی حتی با اینترنت دایلاپ تلفنی عصر حجر هم میتونید که ازش استفاده بکنید. ممنونم، سپاسگزارم از کاوه نازنینم در سایت مردم ریپورت، تشکر میکنم که لطف میکنه و مهر داره به میهن و بعضا لینک های برنامه رو در سایت پر مخاطب خودش هم قرار میدهد. در انتظار دریافت کمک مالی شما هستیم. در این زمینه همراه ما باشید. ممنونم از شما. سپاسگزارم.